دوستان عزیز، آقای بسپاش بفرمایید. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ندادیان، آقای عراقچی، بذارید دوستان سوال کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما فقط همدیگر رو متهم نکنیم. من خواهشم این هستش که همدیگر رو متهم نکنیم. ما اینجا هممون یک برای میز نشستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض خسته نباشی دارم، یه ذره یه صلوات بفرستیم یه ذره آروم شه فضا. اللهم صل على محمد. آروم‌تر بشه دلام. از آقا گوش کنید، یادش کنید. آقای بسپاش بفرمایید. آقای رئیس، من جلسه قبلی یکی دو تا سوال از آقای عراقچی کردم، حالا پاسخ اینجوری ایشون حالا به سرعت گفتن یا من متوجه احساس کردم خیلی تمرکزی نکردن رو پاسخ بین. تا اون آخر 200 سوال مطرح شد یه بار دیگه من یکشو تکرار می‌کنم. اینکه استثناء شدن ایران چرا پذیرفته شد، شما یه جوری رفتید، یعنی من نفهمیدم اصرار اونا بود، شما در جواب فرمودید که اونا برای اینکه همچین امتیاز یعنی حق غنی سازی رو برای کشوری قائل نشن گفتن این بند استثناء رو بیاریم. منتها این تعبیر از این ورشه، از اون ورش اون که مد نظر ماست اگه بفرمایید پاسخ چیه. یکی اینکه چرا انقدر عجله شد تو قطعنامه صادر کردن، یعنی در کسری از هفته بعد از برجام یه دفعه قطعنامه صادر شد بدون اینکه در مسیرهای داخل کشور اگر مجلس و شما البته توقع این بود که شما هم مجلس و لاغر به اندازه کنگره امریکا نه اگر نصف کنگره امریکا تو مذاکرات تحویل میگرفت. یعنی من یادم یه سوال از شما کردم یا آقای دکتر ظریف سر واژه سیز و ترمینه سر ماجرای لوزان نمیدونم جواب کدوم از بزرگوارا بود به من گفتن که سیز رو برای این برای امریکا برای یعنی ترمینه تو برای این برای امریکا استفاده نکردیم، که گفتن اگر ما این واژه ترمینه تو که برای اروپا استفاده کردیم لغو تحریم های اتحاد اروپا اگر برای امریکا استفاده میکردیم کنگره مخالفت میکرد. یعنی برای مخالفت با یه واژه ترمینه یا سیز، یعنی جابجایی این دوتا واژه در برجام ارجاع دادن که کنگره مخالف بود. میخوام بگم واقعا شما چقدر شما سعی کردید این تو این ماجرا مجلس خودتون رو یا نهادهای تصمیم گیر در داخل کشور خودتون برای اینکه دریب چانه زنی خودتون بالاتر بره. شما همه نهار رو خودتون می‌خواستید به اینا بگید، دو تاشو میتونستید بگید، به سوم و چهارم مجبور بودید قبول کنید که الان خیلی نمی‌خوام که همدیگه رو متهم کنیم. یا اینکه پس سوالم واضحه اینه که اینقدر قطعنامه با این سرعت تصویب شد دلیلش چی بود؟ پس سوال آخرم هم این ترکیب کمیسیون خرید، آیا نمیشد ترکیب متواسب تری دید برای کمیسیون خرید؟ یعنی برای اون کمیسیون مشترک عذرخواهی میکنم سوالم، کمیسیون مشترکی که ترکیبش در بهترین حالت عرض میکنم شما چین و روسیه رو هم بتوین همراه کنید در برخی تصمیمات که به نظرم تو خیلی جاها نشدنی هم شاید باشه، اگر فرض رو بذاریم اونها همراه بکنید در اکسس دادن و دسترسی دادن 5 از 8 شما رأی و مبنا گذاشتید. من میگم هیچ، شما بفرمایید پیشنهادات دیگه مطرح شد اونا قبول نکردن یا شما آفرهای دیگه ای داشتید یا اونا آفرهای دیگه ای داشتن، این چی بود؟ پس این 3 سوال شد، چرا تعجیل در صدور قطعنامه، چرا استثناء شدن ایران رو به عنوان یه پاراگراف اووردیم، یعنی اونا اصرار داشتن، چی بود دلیلش؟ و اینکه کمیسیون مشترک آیا ترکیب بهتر از این نمیشد دید براش، آیا پیشنهاداتی مطرح شد قبول نشد؟ بفرمایید. ممنون و متشکرم. استثناء شدن رو من دفعه پیش فکر میکنم یه خود مفصل توضیح دادم. نه بس استثناء شدن، اولا که اگر نگرانیم چرا ایران استثناء شده باید قبول بکنیم که استثناء شده بوده. نه 2231 مترفه نکنید. نه ببین اصلا برجام قطعنامه 2231 همش یعنی که ایران یک کشور استثناست در این قضیه. اصلا برای چی با ایران مذاکره کردن؟ چون بالاخره اگه مثل بقیه کشورها بود که دیگه لزومی به مذاکره و برجام و قطعنامه اینها نبود. ایران برنامه هسته ایران به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل مورد شناسایی واقع شده بود، یعنی ما یک استثنا شده بودیم به عنوان یک تهدید. خب حالا این رو داشتیم مذاکره می‌کردیم که وضعیت رو تغییر بدیم دیگه. بنابراین نگیم که 2231 چرا ما رو اومده استثناء کرده یا چرا برجام رو استثناء بین ایران و پنج بزیر قرار داده. اصلا کیس ما کیس استثناء بوده. ما وقتی رفتیم تو شورای امنیت شدیم یک موضوع استثنایی در بحث هسته‌ای. نه دو طرفه خب باشه دو طرفه که میشه چیز میکنه. بذارید شما بگه آخر سر شما پرونده عادی یک شبه که نمیشه، که در یک پروسه میشه. یک پروسه 10 ساله طول میکشه تا همه چی عادی بشه. تحریم ها اقتصادی اول برداشته میشه، بقیه تحریم ها در فاصله معقول به تعبیر رهبری، و بعد 10 سال هم قطعنامه شورای امنیت به اصطلاح ملغا میشه. ببینید
من عرض کردم که این قطعنامه رو از زوایای دیگه هم حالا بررسی بکنید. یکیش از همین اینه، هیچ قطعنامه‌ای نیست در شورای امنیت که روال زوالش در خودش پیش بینی شده باشه. یعنی قطعنامه 2231 یک قطعنامه استثنایی هست که دارای یک نقشه راه، دقیقاً میگه 5 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 8 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 10 سال دیگه هم این قطعنامه لغو میشه. و هیچ قطعنامه‌ای نیست که لغو خودش رو در خودش پیش بینی کرده باشه. بنابراین روال عادی شدن پرونده ما، خروج ما از شورای امنیت، دیگه به هیچ قطعنامه بعدی احتیاج نداره، به هیچ تصمیم بعدی احتیاج نداره. در یه پروسه 10 ساله خود به خود اتفاق میفته. این عادی شدن. ولی در طول این 10 سال ما کماکان همونطور که در طول 12 سال گذشته استثناء بودیم از جامعه بین الملل، وگرنه همون ان پی تی اینا کافی بود دیگه، قطعنامه نمیخواست، تحریم نمیخواست، این هم فشار نمیخواست. اون موقعی که استثناء شدیم باید نگران می بودیم که چرا شدیم. اما در این عباراتی که در قطعنامه و در برجام اومده، عباراتی هست که ضمناً جنبه مثبت خیلی قوی هم داره. برجام عباراتش اون دفعه خوندم، اگه مراجعه بکنید الان وقتو نمیگیرم، میگه این ترتیباتی که در برجام وجود داره فقط بین برای اجرا بین ایران و پنج به اضافه یکه و برای کشورهای دیگه ایجاد سابقه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی از بعد مثبت نگاه بکنید، یعنی غنی سازی که برای ایران پذیرفته شده اینطور نیست که برای همه کشورها پذیرفته باشه، اینطور نیست که اگه هر کشور دیگه مسیر ایران رو رفت بتونه همین حقوقو بگیره، اینطور نیست که اگه کشور دیگری نه بله بسرید اینطور نیست که اینطور نیست. روسیه اصرار داشت، حالا اینم چون اصرار داشت چرا نه آقای روسیه دو طرفه نکنید داره سر موقع خودتون صحبت کنید. روسیه اصرار داشت که به اصطلاح مواردی که هست ایجاد سابقه برای دیگران نکنه. کشورهای غربی هم به نوع دیگری همراهی میکردن، اینطور نبود که جلوی روسیه وایستن که بگن نه، چون اینا کارشون با اجماع بود دیگه. مثلا اونها هم همراهی کردن. این عبارت رو بگم شاید 4-5 ماه این عبارت توی هم توی برجام در به قول ما تو پرانتز بود، چون سرش دعوا بود و بالاخره به عبارتی رسیدیم، این پاراگرافی که الان هست، که وجه مثبتش به مراتب از وجه منفیش قوی تره و میگه امتیازاتی که در این برجام برای ایران وجود داره، آنچه که برای ایران داده شده، راکتور آب سنگین ما پذیرفتیم، غنی سازی پذیرفتیم، نمیدونم چی پذیرفتیم، اینها فقط برای دیگران ایجاد سابقه نمیکنه. من جلسه گذشته اسم آوردم از اون کشوری که علنی اومد داد زد که آقا هر توافقی با ایران کردید بعد عینشو به منم بدید. اون کشور رو اسم آوردن، دیگه الان دوباره اسم نمیارن. خب این داره به اون کشور میگه آقای فلان، اینایی که این غنی سازی که اینجا هست مخصوص ایران، برای دیگران نیست. بنابراین این وجه مثبتش هم لطفاً از نه مقصود دوستان این هستش که آقای دکتر وجه منفی هم داره دیگه، یعنی هم وجه منفی داره هم وجه مثبت. بله، ولی این وجه منفی که وجه مثبتش سالهاست وجود داره. من میخوام بگم این وجه منفی که وجود داشته، ایران رو به عنوان یک کشور استثنایی که تهدیدی برای صلح بین الملل هست، حالا اومده اینقدر خفیف و کمرنگ شده، میگه نه یه ترتیباتی برای 10 سال آینده هست بین ایران و پنج به اضافه یک که این ترتیبات سابقه برای دیگران ایجاد نمیکنه. در این ترتیبات اتفاقا کلی وجه مثبت هم وجود داره. اما اینکه در قطعنامه چرا عجله شد، اتفاقا اصلا هم خواست ما بود، هم خواست اروپایی ها و هم خواست بقیه، غیر از خواست آمریکایی ها که نگران کنگره بودن، که به اصطلاح کنگره آمریکا مثلا عصبانی بشه که چرا شما خواستین منو در مقابل عمل انجام شده قرار بدید. همه ما و همه کشورهای دیگه هم اتفاقا در این موضوع با آمریکا تناقض داشتن که یعنی چی همه ما باید الاف بشینیم تا کنگره تو ببینه تصدیق میکنه یا نمیکنه. ما عضو شورای امنیت هستیم، موضوع رو میبریم شورای امنیت، شورای امنیت تصدیق میکنه و برجامو تایید میکنه. ما اینطور اهانت به شورای امنیت میدونستن که شورای امنیت صبر بکنه ببینه کنگره آمریکا یه چیزی که محصول 5 عضو دائم هست و محصول 2 سال مذاکره است آیا تایید میکنه، یعنی تازه بعد شورای امنیت بیاد حالا بگه منم تصدیق میکنم. این بیشتر هم خواست ما بود هم خواست اونها بود که ما بلافاصله بعد از مذاکرات یک قطعنامه‌ای که به اصطلاح وضعیت رو عوض بکنه بلافاصله صادر بشه. قطعنامه جدید شورای امنیت محاسن بسیار زیادی برای ما داره و خود ما هم طالب بودیم که این بلافاصله صادر بشه، بلافاصله قطعنامه گذشته لغو بکنه، اون بیس مشروعیتی که وجود داشته عرض بکنم یه هر چه زودتر ملغا بشه. این نافی حقوق پارلمان ها نیست، کما اینکه الان شما دارید بررسی میکنید، رد هم بکنید رد کردید، کنگره هم اگه رد بکنه رد کرده، این که قطعنامه چه سرنوشتی پیدا میکنه یه بحث دیگه است، ولی نافی حقوق شما نیست. آقای بس پیشنهاد همه آمریکایی‌ها یه خود اکراه داشتن
چون میترسیدن که کنگره به اصطلاح چیز بشه، عکس العمل نشون بده، بگه شما خواستید منو در مقابل عمل انجام شده قرار بدید. بقیه اتفاقا به آمریکا تعارض داشتن که ما عضو شورای امنیت هستیم و اینطور نیست که شورای امنیت معطل کنگره تو بمونه، ما کار خودمون رو انجام خواهیم داد. ما هم بایستید صحبتشون تموم شد آخر سرش، مثلا آخر سر دو طرفه نکنید. خب این رو مثل آقای بسپاش، خب تعهد ماشی از خود رو رد کنه چی میشه؟ نه خب ما تعهدی نخواهیم داشته، یعنی کل برجام و قطعنامه همه رو رد کردیم، تعطیل میشه دیگه. بله دیگه، وقتی که قطعنامه رو اجرا نکنیم قطعنامه خود به خود لغو میشه. اگر که ما رد بکنیم یعنی در حقیقت برجام رو تایید نقض کردیم، اجرا نخواهیم کرد. وقتی اجرا نکنیم قطعنامه ها اتوماتیک. آقای دکتر زارعی خواهش می‌کنم، ترکیب کمیسیون مشترک هم اینم ما دفعه قبل توضیح دادم، کمیسیون مشترک تصمیماتش با اجماعه، یعنی تمامی وظایفی که به عهده‌اش گذاشته شده تصمیم گیری با اجماع هست الا یه مورد، و اون در بحث بازرسی ها هست که اونجا 5 از 8 خواهد بود. من جلسه گذشته توضیح دادم، اگه میخواید دوباره توضیح بدم ولی وقت گرفته میشه، که چرا در بحث بازرسی ها کمیسیون رأی گیری میکنه و چه روالی طی میشه تا به رأی گیری کمیسیون برسه، و بعد اون 24 روزی که عرض کردم اینجا پیش میاد. پیشنهاد بهتر، ببینید یه پیشنهاد این بود که ما بیایم یه کمیته 3 نفره درست بکنیم، اصلا برای به جای برای حل اختلافات، یکی از ما، یکی از اونها و یه فرد بی‌طرف بین‌المللی. اونها به دلایلی قبول نکردن، ولی خود ما هم هر چی بیشتر رفتیم داخلش دیدیم که این به نفعمون نیست، چون اون فرد بی‌طرف 99% اونوری قش میکنه، پیدا نمیشه، و حالا یا پیدا نمیشه یا بالاخره اونقدی که دیگران میتونن بهش فشار بیارن ما نمیتونیم بیاریم، احتمالا اون طرفی قش خواهد. واقعا سازوکارهای مختلفی رو روش فکر کردیم، بررسی کردیم، در همون کمیته که در تهران بود همه اینها چندین بار بحث شد که برای اگه اختلاف پیش بیاد چه جوری حل و فصل بشه. نهایتا همین که کمیسیون مشترک با حق اجماع که نه اونها بتونن چیزی رو تحمیل بکنن بهش نه ما بتونیم، بالاخره اجماع هر دو طرفو داره دیگه، هر جا که به ضرر شما باشه جلوشو میگیره، هر جا که به ضرر اونها باشه اونم جلوشو میگیره، بالاخره انقدر باید بالا پایین بشه تا یه چیز مورد قبول طرفین توش به دست بیاد، با اجماع شد. بحث بازرسی اون خودش یه مقوله جدا داره، من هفته گذشته مفصل توضیح دادم، ولی در اونجا هم که رأی گیری میشه همونطور که عرض کردم بعد از 24 روز اجرایی میشه، و همه بالاخره دنیا گفتش که آقا بازرسی که یا دسترسی که بعد از 24 روز داده بشه که اصلا اسمش دسترسی نیست و این هیچ نافی مثلا وافی به مقصود نیست. آقای دکتر زارعی، تشکر. آقای فرمودن ممنوعه. آقای دکتر عراقچی، آقای زارعی، آقای عراقچی، ببینید این مطلب شما در مورد قطعنامه 1929 بالاخره ظالمانه بوده، این بالاخره 2231 هم حالا خیلی عادلانه نیست، حالا هممون هم اینو در واقع قبول داریم، منتها همونطوری که اونجا میفرمایید که دستاویزی برای هر اقدامی میتوانسته باشه، به نظر میسه این دستاویز حالا شاید خود شلتر و ضعیفتر شده باشه، و اینی که ما در واقع تو این قدنامه هم این رو پذیرفتیم به نظر میرسه که بعداً بهانه هایی رو برای کشور خواهد داشت. حالا سوال اصلی من این قسمته آقای عراقچی، شما تو بحث اقلام نظامی تو همین بند 1.6.1.1 که در واقع توضیح دادید، من یادداشت کردم که شما مطرح کردید که نظارت اینها بر فعالیت‌های غیر نظامی ماست نه نظامی ما، اصلا کل نگرانی اینا بر فعالیت نظامی ماست نه غیر نظامی ما، یعنی الان اینا در واقع پذیرفتن که رو فعالیت نظامی ما هیچ نگرانی وجود نداره، این اگر وجود باشه این باشه خیلی خوبه، یعنی در واقع ما رو فعالیت‌های غیر نظامیمون داریم کاربرد بعضن تجهیزات دوگانه رو چک می‌کنیم، ولی برای فعالیت‌های نظامیمون هیچ گونه نه نظارتی رو ما وجود داره و ما آزادی عمل کامل و مطلق رو داریم. اینو شما یه توضیح بفرمایید. خب این بعد مگه من نه سر موقع خودش صحبت نه سر موقع خودش صحبت ببین این خب کجاش بده آقای دکتر زاهدی،
بله همین، بله همینه. ببینید ما یه خط قرمز بسیار 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 پررنگی از روز اول داشتیم که تجهیزات دفاعی ما، به اصطلاح مراکز نظامی ما، به هیچ وجه مشمول نظارت، بازرسی اینها نخواهد شد. از روز اول هم دعوا کردیم هر جا اینها اصلا خواسته هاشون از روز اول این بود که روی موشک های ما باید نظارت وجود داشته باشه. من همین حالا جزئیاتش رو بگم که اصلا چه مراحلی طی کردیم، چه خواسته هایی داشتن، به کجا رسیدن و بالاخره گوشتن کنار. چون که تو قطعنامه اومده که موشک های قابلیت اصلاح هسته‌ای، اینها به خودشون حق میدادن که درخواست نظارت بر موشک های ما داشته باشن که مطمئن شن که قابلیت حمل کلاک هسته‌ای نداره. که حالا بماند، انقدر سر این قضیه دعوا کردیم که بخش نظامی ما، موشک های ما، همه بخش های ما به هیچ وجه مشمول هیچ نظارتی نخواهد شد، چه موشک ها چه غیره. و همه این هم تامین شده، حتی خرید کالا برای خرید اقلام حتی دو منظوره برای بخش نظامی ما مشمول این کانال خرید و بازرسی اینها نیست. این یکی از دستاوردهای بزرگ ماست. بخش نظامی ما به هیچ وجه خدشه‌دار نخواهد شد. فقط یک مورد وجود داره که بر اساس پروتکل الحاقی که یک امر متعارف بین المللی هست، اگر اینها درخواست دسترسی مدیریت شده به یکی از سایت‌های نظامی ما داشته باشند که باید بیان دلیل بدن، مدرک ارائه بدن، دعوا میشه، کمیسیون مشترک برو فلان رو بعد 24 روز تازه دسترسی مدیریت شده ممکنه بهش بدی. این تنها موردی که هست که وجود داره، اونم یه امر به اصطلاح. واقعا من میگم آقای دکتر این نکته خیلی خوبیه، منتها الان شما اظهاراتی که آقایون دارن میکنن آمریکایی‌ها اینی که آقا ما تا سیر تا پیاز اینها رو تحت نظارت و کنترل خواهیم داشت. من ولذا عرضم اینه که شما این حرفتون رو خیلی بلند و محکم هم بگید در مقابل ادعاهای پوچی که در دارم بلند میگم که پخش هم الحمدلله خواهد شد دیگه. به همین محکمی گفتیم و خواهیم گفت. اونها هم اگه فکر میکنن که بگن بس برای چه اساسی. بسیار خوب، تشکر. آقای کوثری بفرمایید. آقای کوثری. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین جناب آقای عراقچی، بالاخره دوستان توجه کن، بحث من و شما توی اصول هیچ مشکلی نداریم، اما توی دوستان اجرا بالاخره یک سری نظرات ما داریم، یک سری نظرات هم جناب عالی داریم. ما هم قابل اون منافع ملی هستیم اینا، ولذا باید حرفتون رو خیلی صریح بزنیم و شما هم پاسختون رو صریح بدیم. ما هم ناراحت نمیشیم به خاطر اینکه بالاخره شما هم یه وظیفه‌ای داریم، ما هم یه وظیفه‌ای داریم. ببینیم قطعنامه 1929 شما فرمودین که اینجوریه خیلی که مثلا میتونستن کار بکنن، چه کار بکنن، حتی فرمودین که می توانستن مثلا بزنن، دستور حمله داده مثلا تو اونجا به اینها. من میگم که اینها دستور حمله هم نمیدادن موقعی که مثلا ساختمون دوقلو تو نیویورک منفجر شد. آقای بوش چی گفت؟ آقای بوش از سازمان ملل دستور گرفت. آقای ساز اومد گفتش که ایران محور شرارته و ما به 22 کشور حمله میکنیم. اینا اصلا تابع قانونن. بحث ما اینجاست، اصلا دیدگاهه. یعنی این نیستش که من بخوام بگم خدای نکرده شما مثلا هیچ مثلا انقلابی نیستین، من مثلا انقلابیم. نه، من اصلا اینو نمیخوام بگم. من میخوام بگم این مسئله رو ما باید توجه بکنیم که اینها بدون اینکه بخوان مجوزی اصلا بگیرن، اگر قدرت داشتن همون موقع عمل میکرد و یک لحظه هم مثلا. و اینا 6 بار من اینجا بگم خدمت شما، 6 بار اومدن حمله بکنن به انهای مختلف، ما جلوشون رو گرفتیم، فهمیدن که مثلا بزنن میخورن. لذا پس اینجا هستش. من حالا سوالم اینه که اینها با این نگاهی که من عرض کردم خدمت شما که مثلا هر کار دلشون میخواست میکرده، اگر همون چیزی که فرمودیم ما اگر قدرت نداشتیم اونا میزدن، پس اینجا مسئله قانون نبوده که جلوی اونها رو بگیره، مسئله قدرت ما بوده. و در نهایت اینه که تضمین اجرایی برای اون طرف‌ها مخصوصا آمریکا در رابطه با تعهداتی که دادن چیه؟ یعنی واقعا در رابطه با آیا وسلا ژنو اینها اومدن به طور 100% اون تعهداتی که دادن عمل کردن؟ کجا در رابطه با لغو وسلا تحریم‌های قطعات خودرو، قطعات هواپیما، نمیدونم بیمه مثلا کشتیرانی کجا عمل کردن؟ اینجا هم من میخوام بگم تضمینی مثلا نیست. حتی همین موضوعی که الان مثلا خیلی انتقاد بهش هست، یعنی همین برجام یا مثلا خود قطعنامه بند 3 و 4 و 5، لذا اینجاست که ما تعهدی واقعا
نمیبینیم که اونها تعهدی داده باشن، یعنی تضمین شده که بخوان حتی اینو اجرا بکنه. عذرخواهی میکنم. تشکر. آقای کسری کاملا حق با شماست. من چیزی ندارم که اضافه بکنم الا یه نکته. این که اینها تابع قانون نیستن، سلطه طلبن، زورگوان، زیاده خواهن، اگر میتونستن ما رو بزنن حتما میزدن، و این که نزدن به علت توانایی های دفاعی ما بود. ما چند بار میخواستن بزنن چجوری اینا دیگه ما اینا که من نمیدونم، ولی این که نتونستن ما رو بزنن به دلیل توانایی های دفاعی ما بوده. اما آیا ما باید اجازه بدیم دشمنی که دنبال مقاصد خودش هست از یک پایه حقوقی، سیاسی و مشروعیت بین‌المللی برخوردار باشه؟ در دنیای امروز هر کاری میخوان بکنن دیگه مثل سابق نیست که لشکرکشی بکنن، که اول سعی میکنن که یه مشروعیت بین‌المللی برای خودشون درست بکنن، یا از طریق قطعنامه‌ها و تصمیمات بین‌المللی، یا از طریق اجماع سازی و پیدا کردن متحدین. شما همین الان ببینید عربستان به یمن داره حمله میکنه، ولی بالاخره میگرده 7 تا 8 تا 10 تا کشورم به خودش همراه میکنه که بگه آقا این کاری که من دارم میکنم بالاخره یه اجماعی پشت سرش هست، یه عده موافقت. اینها کارهایی هست که قدرت‌ها دارن میکنن و ما باید مراقب باشیم، نباید برای اونها یک زمینه و بستر مناسب آماده بکنیم که بر اساس اون بیان بتونن بزنن و دنیا هم حق رو به اونها بده. اونها بله هر کاری بخوان بکنن ما و میخواهند کرد، راه مقابلش هم این هست که ما انقدر قوی باشیم که کسی جرأت حمله ما نکنه. قوی بودن یکیش هم به اینه که اجازه ندی طرف بسترهای سیاسی رو برای خودش فراهم بکنه، اجماع بین المللی علیه شما ایجاد بکنه. اما در طول سالهای گذشته متاسفانه این بستر رو برای اونها ایجاد کرده بودیم. ضمانت اجرایی این توافق چیه؟ ضمانت اجرایی من بارها گفتم ضمانتش فقط خودمون. به هیچ کسی نمیتونیم تو این دنیا متوسل بشیم که چرا آمریکا، چرا 5+1، چرا شورای امنیت وظایفش عمل نکرده. به هیچ کسی نمیتونیم، فقط خودمون. قدرت لایزال الهی خودمون رو به اونجا واسه کنیم و محکم بیستیم. و چیزی هم که در توافق ما پیش بینی کردیم همه جا این هستش که ضمانت اجرای توافق امکاناتی، ابزارهایی است در دست خودمون که بلافاصله بتونیم به سرعت برگردیم به برنامه‌مون. به کجا برگردیم؟ من اینو بارها گفتم، نه به وضعیت موجود، به اون وضعیتی که اون ازش میترسه. اون که اون ازش میترسه مانع میشه که تعهداتشو اجرا نکنه و ما برای رسیدن به اون وضعیت کاملا ابزارهای لازم رو در اختیار داریم. آقای امام تشکر. بسیار خیلی خوب. من میگه نیست دیگه، تشکر میگن نیست. آقای تخت روانچی هم این نکته میخوام بیان کنم. من فقط وقت زیاد نگیرید. ببینید سوال دارم. بله دومید. من آقای نجات بلنگو رو خاموش کن. ولی نکته ای که فراموش نمواد بکنیم اینه که چرا آمریکایی‌ها مذاکره رو شروع کردن، علاقمند شدن که مذاکره کنن. برای اینکه یک دیدن از بعد نظامی ما به یک مرحله رسیدیم که همونطور که شما فرمودین نمیتونن تعرض کنن. دو اینه که برنامه هسته‌ای ما از یک مرحله گذشته، یعنی دیگه فایده نداره صرفاً تحریم، فایده نداره فشار، مجبورن همراهی کنن. خب اگر 2 سال پیش 3 سال پیش به این نتیجه رسیدن، الان که ما از نظر توانایی هسته‌ایمون که جلوتر از 3 سال قبل هستیم، بنابراین اگر 2 سال هم بگذره بعد 2 سال بخوان بذارن زیر تعهدشون، خب ما بازم پیشرفت کردیم. یعنی در حقیقت از یک خطی که بگیم خط معیار ما گذشتیم توی صنعت هسته‌ایمون و اونها بهره‌ای نمی‌برن از بازی رو به هم زدن، چون میدونن ما میتونیم برگردیم به جایی که اونها نگرانی دارن که ما نمیخوایم بریم به اون سمت. ای تخت رمشی عوض میخوام من، ما میگیم ژنو و مثال زدیم که به اصطلاح اونا عمل نکردن، ما چیکار کردیم؟ حالا ببینید در ژنو چیزی که شما میفرمایین عمده تعهدات عمل شد. حالا یک عمده تعهدات عمل شد، یکی دو تا عقب جلو شد که اونم اصلاح شد، ولی الان ما یک توافق دائمی داریم، یعنی یک توافقی داریم که مشخصه که هر کدوم باید چه کاری رو بکنیم. اگر واقعا به طرف نه آیه کوسن تشکر آقای رسایی بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون من یه نکته هم جناب آقای زاکانی. آقای کوسن یک نکته مربوط به اون مباحث دور اول میشه در مورد ردیا تصویب. من خواهش میکنم دوستان توجه بکنن به آیین‌نامه داخلی مجلس که
راهکاری رو پیش روی نماینده ها گذاشته که میتونن نه رد بکنن نه تصویب. یعنی الزاماً ما ملزم نیستیم حتما این برجام رو حتما رد کنیم یا حتما تصویب کنیم. آیین‌نامه اصلا در آیین‌نامه داخلی ما در مورد لوایح مربوط به معاهدات و قراردادهای بین المللی ماده داریم، ماده 173 تا ارزم به حضورتون 178 مربوط میشه به معاهدات بین المللی. آقای عراقچی، این که حضرت آقا فرمودن که رد بشود یا تصویب یا یه چیز دیگه شامل این میشه. من میخوانم میگن اگر نمایندگان قید اهمیت رو تصویب بکنن برای یک در حقیقت توافق نامه، دو شوری میشه، در شور دوم کمیسیون موارد اعتراض و پیشنهادهای نمایندگان و همچنین نظر خود رو در مورد این موارد همراه با تصویب یا رد مواد بدون وارد کردن تغییرات در مجلس مطرح میکند. آنگاه درباره موارد اعتراض نمایندگان که به صورت کتبی و در مهلت مقرر به کمیسیون داده شده باشد، به ترتیب نماینده اعتراض کننده، یک مخالف، یک موافق، هر کدام به مدت 5 دقیقه صحبت میکنند. سپس درباره وارد بودن یا نبودن اعتراض رأی گیری به عمل می آید. پس از پایان یافتن رأی گیری نسبت به اعتراضات در صورتی که مجلس آنها را وارد بداند، یعنی اعتراض اشکالاتی که مجلس وارد می کنه به یه توافقنامه بین المللی، در صورتی که مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف می شود در مورد مسائل مورد اعتراض با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود. در این صورت لایحه تا پایان مذاکرات مجدداً در دستور مجلس باقی میماند. در صورت قبول اعتراضات و پیشنهادها متن اصلاحی تصویب شده تلقی خواهد شد. ببینید عزیزان، بر این اساس الان یه اشکال جدی رو حضرت آقا وارد کرده. ما سیاسی، ما جناحی، ما نمیدونم هر اسمی که شما میذارید روش، ولی حضرت آقا به عنوان یک ناظر منصف و مطلع میگه آقا قرار بود که شما مذاکره که میکنید تحریما برداشته شه، نشده که. حالا اشکالات دیگه هم وجود داره، همین یه دونه رو ما بگیریم که بعد ایشون فرمودن اگه تحریما برداشته نشه معامله‌ای نخواهد بود. خب اگه الان ما نمیتونیم ردش بکنیم، نمیتونیم هم تصویرش بکنیم، راهش اینه که این اشکالات توسط مجلس گرفته میشه. آقای عراقچی، البته شما لایحه بدین، اگه ندین که کلا هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی اگر دولت لایحه ای نده هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده. اگر لایحه دادید ما بررسی میکنیم، اشکالاتشو میگیریم، میگیم آقا خب این خطوط قرمز نظام بوده، برن آقایون خطوط قرمز رو با رعایت خطوط قرمز یه معاهده بیارن. تا اون موقع این تو دستور کار مجلس باقی میمونه. این آیین‌نامه است. این یه نکته. پس این که حتما ما باید یه رد بکنیم، حتما باید تصویب بکنیم نیست. میشه اشکالات گرفت، برمیگردیم به دولت محترم، دولت میره پای میز مذاکره اشکالات رو برطرف کنه. این یه نکته. نکته دیگه این که ببینید آقای عراقچی، حضرت عالی خیلی تاکید دارید رو این که در اینجا آمده که خلاصه این توافقنامه یک توافقنامه منحصر با ایرانه و این یه جنبه مثبت داره. نشانه این که طرف مقابل ما جنبه مثبت براش مهم نبوده و اعتقادی به اون جنبه مثبت نداره، بلکه جنبه های منفی خیلی خیلی بیشتره، همینه که در حقیقت اون کسی که این بند رو در برجام قرار داده روسیه است. تو متن مذاکرات و اخبار همون موقع هم پیگیری بکنید، به دلیل محدودیت های زیادی که برای ایران در اینجا قائل شدن، در حقیقت روسیه نمیخواست که بعدن کشورهایی که در پیمان با اونها هست چنین چیزی باب بشه برای اون کشورها. مثلا کی؟ حالا دیگه اصلا این باب شدنش، مثلا همه پرده اومدیم و عربستان شد ارزم به حضورتون به عنوان یک همپیمان روسیه. روسیه میخواد باش معاهده، نمیخواد اون موقع چیز بکنه. اینا که ببینید آقای عراقچی، این نشون شما یه جوابی ندارید. سوالایی که من دارم اشکال رو وارد میکنم، میگم این که روسیه اینا قرار داده نه آمریکا یا انگلیس یا فرانسه، حکایت از این میکنه که اون جنبه مثبت شما رو کسی در نظر نگرفته، اتفاقا جنبه منفی ما رو در نظر گرفتن که اینا رو گذاشتن اینجا. یک نکته دیگه تموم شد 3 دقیقه. یک نکته دیگه اون که آقای دکتر زاکر مربوط به دور اول بود نذاشتن ما یه دقیقه، حالا من اینم عرض بکنم و تموم شه صحبتم. عرضم به حضورتون که آقای عراقچی متعدد می‌فرمایند که افتخار حقوقی ما اینه که شورای امنیت برنامه غنی‌سازی ما رو پذیرفته. در هیچ کجا چنین چیزی نیست که یه قطعنامه بیاد برنامه غنی‌سازی رو بپذیره. خب ما دفعه قبلم گفتیم آقای عراقچی حق خودمونه،
طبق معاهده NPT این حق خودمون. ایشون فرمودن که مثل این میمونه که ما بریم کشور اشغال شدهمون رو آزاد کنیم، بعد شما برگردید بگید که این زمین خودمون بوده شما آزاد کردی. مثال شما اصلا قابل قبول نیست. ببینید شما اگه سوسنگرد رو آزاد کردی، آبادان و خرمشهر رو تحویل دادی، چه افتخاری داره؟ حرف سر اینه، برنامه غنی‌سازی به خودمون به ما دادن، ولی در قبال چی؟ در قبال نظارت‌ها، در قبال نظارت‌هایی که خودشون میگن بی سابقه است. خود آمریکایی‌ها میگن که ما با حمله نظامی نمیتونستیم این چیزایی که با برجام داریم به دست میاریم، با حمله نظامی نمیتونستیم به دست بیاریم. یعنی اگه می‌خواستیم حمله نظامی بکنیم، انقدر برامون بار نداشت که با این برجامی که پای میز مذاکره به دست آوردیم به دست میآوردیم. راست میگم؟ پس راست میگم، حتما شما خودت فرمودید. دیگه سوالتون رو بفرمایید. ما سوال اینه. سوال تا حالا که ثابت شده هرچی اونا میگن راسته. شما گفتید ما لوزان چیزی نپذیرفتیم. این برجام عین لوزانه. تا الان معلوم شده دولت راسخویان متاسفانه اونا. به هر ترتیب ساختار از تحریم هام که باقی میمونه، این که دیگه حرف من نیست. راست میگم؟ این که دیگه ناظر منصف مطلع داره میگه ساختار تحریما باقی میمونه و ایشون گفتن اگر این تحریما برداشته نشه اصلا معامله ای نیست. پس تا حتی خود اوباما میگه برای رئیس جمهور بعدی امکان حمله نظامی به ایران فراهمتره. چرا؟ راست میگن. آقای تخت‌روانچی فرمودن که در قطعنامه 1929 اونا حتی میتوانستند و باید به ما حمله میکردن، نکردن. چرا؟ ابهت و ابهام نظامی ما دو چیز، یکی ابهت نظامی ما، یکی ابهام. نمیدونستن ما چی داریم. فرمایش آقای کوسری رو میخوام تاکید کنم. خودشون میگن آقا ما با این نظارت های ویژه میتونیم مثل عراق، مثل لیبی دسترسی پیدا کنیم به ابهام نظامی ایران، حل کنیم بفهمیم اینا چی دارن چی ندارن. اون ابهت هم میشکنه با همین چیزایی که هست که بعضی از دوستان توضیح دادن. و بعد از اونها من دارم اشکال وارد الزاما نبود سوال کنم که اشکال میکنم به حرفای ایشون. 5 دقیقه است دارید فرمایش. تمام شد. من میخوام بگم تحریم ها که باقی میمونه هیچ، تهدیدها جدی تر میشه. یعنی اون کاری که نمیتونستن بکنن و نکردن، آقای تخت‌روانچی بعد از این بازرسی ها خواهند کرد. یعنی به ما حمله نظامی خواهند کرد. خب من فقط بخش اول فرمایش ایشون که راجع به بحث کم و کیف و بحث در واقع آیین‌نامه‌ای بود از 173 تا 177 که پیرامون در واقع خدمت شما عرض کنم که معاهدات هستش، من عرضم این هستش که این رو کمیته حقوقی مفصل بحث خواهد کرد، ابعاد شد با اساتید دانشگاه در خواهد آورد و میاد تو صحن کمیسیون. حالا محل بحث ما نیست. اما اون جنبه سوال آخری که ایشون کردن که آیا این کار زمینه حمله رو فراهم میکنه یا نمیکنه، به نظرم جوهره سوالشون هستش که باید پاسخ گفته شه. پیش بینی کردید که پاسخ نمیدید؟ نه من جواب ندادم. بذارید اگر جواب دادن خود بدم خود چه. بفرمایید. چند نفر دیگه موندن؟ دوستان عزیز 6 نفر دیگه موندن. بله 6 نفر دیگه موندن. من خواهش میکنم سوال حقوقی بکنید که بشه به یک جمع‌بندی برسیم. الان اون ساعتی که میخواستیم بخش حقوقی رو تمام بکنیم الان تمام شد، اما یعنی یه دقیقه دیگه تمام میشه، اما 6 نفر دیگه موندن. بفرمایید. نکته رو باید توضیح بدم. دو تا نکته رو میخوام توضیح بدم. بفرمایید. اولا اینکه احتمال حمله نظامی میره بالا و استناد شما به استناد دولت راستگویان آمریکاست، اینطور که فرمودین که خیلی عجیبه. این دولت راستگویان به قول شما آقای کوسری همین الان فرمودن که در سالهای گذشته 6 بار میخواست ما حمله کنه، یعنی تا مرز حمله هم رفت و نتونست. الان چی داره میگه؟ الان به کنگره داره میگه آقا بعد 15 سال ما انشالله در موقعیت بهتری هستیم برای حمله. یعنی ببینید از کجا ما دشمن رو به کجا رسوندیم؟ دشمنی که پشت دروازه های ما ایستاده بود برای حمله، دشمنی که حرف از رژیم چنج و تغییر رژیم میزد، الان میاد میشینه با ما مذاکره میکنه، توافق میکنه، امضا میکنه، حق غنی‌سازی ما رو احترام بهش میگذاره، تحریم های ما رو بر میداره. فقط این نظارت های بعد برای اینکه کنگره راضی بکنه که حالا نکته دوم همین بود که تحریم ها باقی نیست. آقام نفرمودن باقیه، من کامل الان توضیح میدم خدمت. این یه همچین دشمنی رو حالا میاد برای اینکه کنگره رو راضی بکنه
میگه که آقا ما مثلا 15 سال دیگه حتما در موقعیت بهتری هستیم برای حمله و فلان اینا، بعد این باعث میشه اینا که دنبال رژیم چنج بودن میگن باعث میشه مثلا تحولات داخلی ایران چه شود و چه نشه. شما اگر کسی داره ابهت مردم ایران رو میشکنه، ببخشید خودمونیم داخل، اگر شما بیاید این توافقی رو که شما ابهت چی برای کشور میاره که شما میگه شکسته شده، وقتی که شما شش کشور به ظاهر قدرت اول دنیا رو میاری میشونی جلوی خودت روی میز، اون داره میز، مجبورشون میکنی امضا بکنن، مجبورشون میکنی که غنی سازی و برنامه هستی تو رو بهش احترام بگذارن، مجبورشون میکنی اونهایی که میگفتن غنی سازی صفر حالا بیان به غنی سازی تو احترام بگذارن، مجبورشون میکنی که 6 تا قطعنامه‌شون بزنن کنار، این برای شما ابهت میاره. قطعنامه شورای امنیتی که برنامه شما رو ممنوعه اعلام کرده بوده، تهدید اعلام کرده بوده، الان میاد میگه آزاد، اینها برای شما ابهت میاره. مگر اینکه خودمون بشکنیمش، مگر اینکه این ابهت و اقتداری که جمهوری اسلام به دست آورده الان تو کنگره آمریکا، حالا که شما همش مقایسه میکنید خودتون با آمریکایی‌ها و میگه اون کاری که اونا بکنن بکنیم، تو کنگره آمریکا برید این بحثا چیه؟ واقعا ببینید بحثایی که در کنگره آمریکا علیه آقای اوباما و کری دارن میکنن چیه؟ دارن بند بند این پاراگراف ها مثلا گیر میدن، مثلا کلمه به کلمه میکشن بیرون، اینجاش میه یا ویل یا فلانه، یا دارن میگن آقا تو رفتی اسرائیل رو نمیدونم متحدین ما تو منطقه رو فروختی به ایران، ایران رو کردی مقتدر منطقه، ایران کشور بزرگ منطقه، ایران دیگه در سطح بین المللی الان دیگه بازیگر شده. این ایرادا رو دارن بهش میگیرن، میگن ایران، میگن آقای کریم اصلا اینا نوشته مقالات رو بخونید، میگن تو قرار بود برید که همه تاسیسات ایران رو جمع کنی، دعوا سر 5000 تا 6000 تا سانتریفیوژ نبود که، دعوا سر نم یه سال برکات و 10 سال فلان اینها نبود که، قرار بود هیچی نباشه. آقای نتانیاهو هنوز داره جیغ میزنه آقا غنی سازی قرار بود یک تونه سانتریفیوژ هم برای ایران نباید میدادید و قبول میکردید. خب ایران اومده از فصل 7 با اقتدار اومده بیرون با غنی سازی، دنیا داره بهش احترام میگذاره، این ابهت نیست، جلوی حمله این تامین کننده امنیت ایران نیست. خب اینها رو اگر ما خودمون نادیده بگیریم و کوچیکش بکنیم و تو سرش بزنیم، بله خودمون زمینه تهدید دشمن رو فراهم کرد. در مورد تحریم ها هم ببینید خوشداری که مقام معظم رهبری دادن، من خوندم براتون یه بار دیگه میخونم، به اعتقاد بنده تمامی نظرات ایشون اینجا تامین شده، تحریم های اقتصادی یک جا و فوراً برداشته میشه، ایشون هم فرمودن برای این فوراً ترتیباتی چیده شده که اشکالی نداره، مورد مخالفت ما نیست، تحریم های آمریکا متوقف میشه، ایشون تایید کردن و بله میگن وقتی که آمریکایی‌ها میان برای تبلیغات کنگره خودشون که دعواهای داخلی هست، ما هم میدونیم برای چی دارن دعوا میکنن، برای اون وقتی میاد میگه من ساختار تحریما رو حفظ کردم، جوابشو بدین، نذارین تثبیت بشه این حرفش، درست هم هست ان شاء الله جوابش هم خواهیم داد. آقای نقعی تشکر. آقای نقعی بفرمایید. بله بله بذارید آقای تخت روانچی. ما داریم چه موضوعات دیگه نه صحبت می‌کنیم. آقای تخت روانچی در خارج از بحث موقعیت. آقای دوستان عزیز تحمل بفرمایید. جناب آقای رستایی. جناب رستایی. ببینین اینکه آمریکایی‌ها بگن نظارت ها بی سابقه است، خب ما که نباید قبول کنیم، که خیلی بده که ما حرف مسئولین خودمون رو قبول نکنیم، بگیم دولت راستگوی آمریکا میگه نظارت ها بی سابقه است. این چرا بی خودی شک و شبهه ایجاد میکنیم تو مردم، تو مملکت، تو نیروهای نظامیمون؟ واقعا باید ببینیم متن توافق در مورد نظارت های بی سابقه که جناب عالی میفرمایید متنمونو میگه. آقای رسایی، یعنی ببینین نظارت هایی که ما پذیرفتیم در چارچوب پروتکل الحاقیه، در چارچوب یک قرارداد بین المللیه، بی خودی یعنی بی خودی نگرانی ایجاد نکنیم تو جامعه که اینها بعد از اجرای توافق ما ضربه پذیرتر خواهیم بود. یعنی چرا داریم این القا رو میکنیم هم به خودمون هم به خارج از کشور که آقا ما بعد یک سال ضربه پذیرتر از الان میشیم؟ این خیلی بده که ما اعلام کنیم به دنیا ما بعد از یک سال شما راحت تر میتونید به ما حمله کنید. خب این خیلی به نظر من بی انصافیه که ما بخوایم به این صورت. آقای ما بخش حقوقی رو به هر ترتیبی شده ساعت 12 تموم میکنیم که یه آنتراکت 10 دقیقه‌ای هم بده. آقای نقوی بفرمایید. لذا دوستان خلاصه بگم، خواهش میکنم آقای عراقچی و آقای تخمجی خلاصه تر بگن که سریع عبور کنیم برسیم به بحث تحریم ها. بله بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عراقچی، اگر ما اثبات بکنیم که قطعنامه 2231 ما رو از ذیل فصل هفتم خارج کرده، خیلی مشکلات حل میشه. اما واقعا متن قطعنامه اینجوری نیست. دو تا سوال مطرحه. بله شما اشاره کردید که قطعنامه قبلی همون ابتدای قطعنامه اشاره میکنه، وفق ماده 41 اشاره میکنه، اما اینکه اینجا اشاره نکرده، همینو در بندها اشاره کرده. شما بندهای مختلف، من اصلا نمیگم امتیازی داده یا گرفتار، با محتواش کاری ندارم،
منظورم اینه که ما رو همون ذیل فصل هفتم حفظ کرده. بند هفت میگه در اقدام وفق ماده 41. بند هشت در اقدام وفق ماده 41. بند 11 در اقدام وفق ماده 41. 16 در اقدام وفق ماده 41. 13 وفق ماده 41. خب بند 21 در اقدام وفق ماده 41. واقعا توجیه حقوقی ما نمیشیم. اول ما قطعنامه آقای ابوترابی طالع نداشتیم که خود ذیل فصل هفتم نباشه، اما موادی از اون ذیل فصل هفتم باشه. برعکسشو داشتیم، یعنی قطعنامه هایی داشتیم که ذیل فصل هفتم نبوده، بوده موادی از اون نبوده ذیل فصل هفتم، اما برعکسشو نداشتیم. واقعا این تردید حقوقی ایجاد میکنه که بالاخره فصل هفتم حفظ شده یا نشده. چه امتیاز چه تهدید، کاری با اون موضوع محتوایش نداریم. موضوع دوم آقای دکتر واقعا برای ما سواله. ببینید حضرت آقا تهدید نفوذ آمریکا رو با بهانه قرار دادن برجام مطرح فرمودن. روی این موضوع کار حقوقی نشده. ما برخورد سیاسی با موضوع کردیم ولی کار حقوقی نشده. بالاخره در ایالات متحده آمریکای قانون تصویب شده. خب شما هم که با آمریکا مذاکره مستقیم کردید دیگه، یعنی آمریکا طرف اصلی بوده تو این قضایا. خب یه قانون هم در داخل تصویب کرده آمریکا. میتونید بگید این قانون بر رفتار آمریکایی ها هیچ اثری نداره، آمریکایی ها مجبورن همین رو عمل بکنن؟ اینطوری نیست. بالاخره کنگره دو تا اختیار به حکومت آمریکا داده. اولا همه توافق باید بیاد کنگره، ثانیا بر اجراش نظارت بکنه. آمریکایی که عضو شورای عضو دائم شورای امنیت، حق وتو داره و همون شورا تصمیم گیره راجع به برجام، اون اقدام قانونی میکنه. عضو کمیسیون مشترک هم هست که کمیسیون مشترک هم شاکی اند و هم قاضی اند و هم مجری حکم اند. خب قانون تصویب شده تو آمریکا، نظارت میکنه بر اجرا. بالاخره آمریکایی ها مسلط نشدن به لحاظ حقوقی بر برجام. ما اعتقاد داریم ظاهرا شدن، یعنی آمریکایی ها تصمیم گیر اصلی هستن با مصوبات قانون داخلی خودشون هم هست. اینم اگر توضیح بدید متشکر میشه. متشکرم. آقای دکتر من چه خدمت شما؟ آقای دکتر چه خدمت شما؟ من به نظرم که نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن که اگر ما قانع بشیم که این فصل هفت نیست این قطعنامه، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. بنابراین سر این واقعا وقت بگذاریم دیگه، سر این واقعا بررسی بکنیم. من این که عرض میکنم ادعای من نیست، این برخلاف همه حقوقدانانی که ما هم باشون مشورت کردیم و با توجه به روال کار شورای امنیت بهش رسیدیم، این خیلی روشنه. قطعنامه‌های شورای امنیت برید بررسی بکنید، اینا چیزایی نیست که مثلا ادعا باشه که قطعنامه تعدادش مشخصه. آخرینش 2231 یعنی 2230 تا قطعنامه قبل از این وجود داره. در همه اینها روال کار شورای امنیت اینطوری هست که همون اول تکلیف خودش رو با موضوع روشن میکنه که این موضوع رو با چه اساسی داره بهش بررسی میکنه. به ما که رسیده 6 تا قطعنامه، ما همون اول تکلیف رو روشن کرده، گفته ذیل ماده اون قطعنامه اولی ذیل ماده 40 از فصل 7، 5 تای بعدی ماده 41 از فصل 7. یعنی چی؟ یعنی همون اول تکلیف رو روشن کرده که من طبق، یعنی این موضوع ایران رو به عنوان تهدید شناسایی کردم، بنابراین طبق ماده 41 باش برخورد میکنم. بعدم آخرین بند مقدماتی دیگه، بعدم میگه 1 2 3 4 تصمیماتی که میگه همه رو اجرا میکنه. خب قطعنامه 2231 این کارو نکرده. وقتی میاد تکلیف رو روشن کنه میگه، اشاره میده فقط به ماده 25. یه حرفی از فصل 7 در کلیت قضیه نمیزنه. در پاراگراف های مقدماتی اصلا تعیین میکنه که ما در کجاییم دیگه، این قطعنامه اصلا چیه، چی کار میخواد بکنه، با توجه به چی اومده تو میدون، با چی داره رفتار میکنه، ابزاراش چیه. توی اونجا که میرسه حرف از تغییر بنیادین میزنه، حرف از همکاری با ایران میزنه، حرف از به اصطلاح فضای مناسبی که برجام ایجاد کرده میزنه و بعد حرف از ماده 25 منشور میزنه. اصلا وارد به فصل 7 ماده 40 اینها کاری نداره. خب بعد میاد وارد بندهای اجرایی میشه. توی بندهای اجرایی بعضی از تصمیماتی رو باید بگیره که برای کشورها الزام آور باشه.
حتی بعضیشو خود ما ازش میخوایم که تصمیم الزام آور بگیره. مثلا چی؟ قطعنامه های گذشته خودشو وقتی میخواد لغو بکنه، قطعنامه فصل هفتی رو یا ماده 41 رو فقط با دستور ماده 41 میشه لغوش کرد. یعنی باید تصمیم الزام آور بگیره. بنابراین اونجا اصلا خود ما ازش میخواستیم که اینجا بگو من طبق ماده 41 که قبلا قطعنامه گذاشتم، طبق ماده 41 حالا لغوشون میکنم. بنابراین تغییری که رخ داده این هستش که قطعنامه در کلیت خودش فصل هفت نیست، ماهیت فصل هفتی نداره، ولی در 10 مورد وقتی میخواد یک تصمیم الزام آور بگیره، در اون 10 مورد خاص فقط به ماده 41 اشاره میکنه. حالا خیلی جالبه که این 10 مورد اقلا 7-8 مورد، یکی از دوستان میگه 9 مورد، ولی فکر میکنه 7-8 موردش محدودی به اصطلاح تصمیماتی هست که خود شورای امنیت رو محدود داره میکنه. شما همه مواردی که گفتید وفق ماده 41 وفق ماده 41 یکی یکی نگاه بکنید. از اولش پاراگراف 7 میگه وفق ماده 41 تصمیم میگیره که چی؟ که مفاد قطعنامه گذشته باید لغو شه. یعنی اینجا وقتی میخواد گذشته رو لغو بکنه میگه وفق ماده 41. اینی که اصلا خود ما میخواستیم اینطوری باشه حتما. پاراگراف 8 وفق ماده 41 تصمیم میگیره که 10 سال دیگه همین قطعنامه هم لغو بشه. خب اینجا باز به نفع ماست. و خود ما میخواستیم اینطوری باشه که تصمیم الزام آور میگیره که 10 سال دیگه همین قطعنامه هم لغو. بند 9 میگه وفق ماده 41 تصمیم میگیره که اگه این نمیدونم لغو هایی که شده اگر که اون بند 12 کار بکنه کار نخواهد کرد نظام. میاد ماده 11-12 وفق ماده 41 بحث بازگشت پذیری رو تصمیم میگیره. خب آره اینجا تصمیم الزام آوره، اگر ایران نقض بکنه بخواد تحریما برگرده اینجا طبق ماده 41. ماده 16 وفق ماده 41 تصمیم میگیره که توصیه های کمیسیون مشترک الزامیه. یعنی اگر یک کشوری خواستی وسیله به ایران بفروشه رفت از کمیسیون مشترک مجوز گرفت، شورای امنیت میگه تصمیم کمیسیون مشترک قاطع به صورت الزام. عکسش هم هست. بله تنبیهاتی که نداره کمیسیون مشترک چند تا وظیفه خاص داره، یکی مهمترینش همین کانال خریده که مجوزها رو یا تایید میکنه یا رد میکنه. بله عکسش هم هست. یعنی اگر یه مجوزی رو رد کرده دیگه. پاراگراف قبل توضیح دادن تو پاراگراف قبل که توضیح دادن گفتن برگرد بازگشت پذیری زیر 41. بله 41 هست. منو همین دارم فصلات از چند شروع میشه؟ نه مارکت همین دارم عرض میکنم آقای نبویام، عرض میکنم که قطعنامه در کلیت خودش یه جمله بگم ماهیت فصل هفتی نداره. در 10 مورد که تصمیمات الزام آور می‌خواد بگیره به ماده 41 اشاره میکنه. از این 10 مورد حداقل 7-8 موردش مربوط به تصمیمات خود شورای امنیت، یعنی وقتی میخواد گذشته رو لغو کنه، وقتی میخواد خودشو در آینده لغو بکنه، وقتی میخواد به کمیسیون مشترک به اصطلاح مجوز کار بده، اینجور جاها که میرسه ما تصمیم الزام آور میگیره. من نمیگم که اینا وجود نداره، میگم وجود داره ولی ماهیت قطعنامه رو تعیین میکنه. بله بله. یعنی اگر که نقض بشه توافق و اونها هم نقض بکنن، ما هم طبق فصل 7 برای ما دو طرفه است. طبق فصل 7 اتفاقا اگر که اونها تعهداتشون نقض بکنن ما میتونیم برگردیم و برنامه خودمون رو دوباره احیا بکنیم. یعنی اینجا مزایاش واقعا دو طرفه. آقای دکتر کارخانه بفرمایید. آره نکته آخر که فرمودن که کلیت این کار با توجه به قوانین داخلی آمریکا. ببینید این که این توافق مثل هر توافق دیگری ممکنه که مجاری نفوذ داشته باشه. اگر ما نتونیم از فرصتاش استفاده بکنیم مواجه با تهدیداتش خواهیم شد. این که طبیعی حتما اونها در داخل خودشون با قوانین خودشون ترتیبات رو اتخاذ خواهند کرد که راه های در رو داشته باشن. ما هم اینجا باید همین کار بکنیم. ما هم باید حواسمون جمع باشه. این اصلا معنیش این نیست که حالا ما با یه دشمنی اگر رفتیم به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از مواردمون رو مهار کردیم یا مدیریت کردیم، حالا دیگه با اینها مثلا فرض کنید که رابطمون عوض شده، حالا دیگه میتونیم بهشون اطمینان بکنیم. اینطوری نیست. یک توافقی رو کردیم، باید از فرصت‌های این توافق استفاده بکنیم و به نظر من فرصت طلایی این توافق در اختیار ایران قرار میده برای اینکه توانایی‌های اقتصادی خودش رو به حداکثر برسونه، توانایی‌های منطقه‌ای خودش رو به حداکثر برسونه، توانایی‌های دفاعی خودش رو کامل بکنه، حداکثر بکنه. این فرصت طلایی رو بعد ازش استفاده کرد. استفاده نکنی هی خودمون رو به اصطلاح درگیر بکنیم با این جزئیات، هی خودمون کوچیکش بکنیم، هی تلخش بکنیم، هی تو چش مردم کوچیکش بکنیم، و بله تهدیداتش میاد سراغمون. به جای اینکه موضوع اقتدار منطقه‌ای ایران بشه موضوع اول این بحث‌های ما در داخل کشور، مکدونالد میشه موضوع اول.
یعنی خودمون انقدر خفیفش میکنیم که ما انقدر ضعیفیم که حالا از پس فردا مکدونالد میاد مثلا شرفی. ما بیا حرف از اقتدارمون بزنیم، حرف از قدرتمون بزنیم، حرف از توانایی هامون بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر کارخانه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که صحبت ما رو انتقاد به شخص جناب عالی نیست، انتقاد ما به خود برجام هست. بله طبعا. اینه که ما رو اون داریم سن. بله الله جناب عالی اراده داریم، همه همینجور هستن. مخلصم. این یه نکته. نکته دیگر این که این همه صحبت هایی که صورت میگیره اینها جدا هستن. اون چیزی که معیار هست، مبنا هست از نظر حقوقی، همین مسئله مفاد برجام هست. این نکته دیگه عرض کنم خدمتتون. بعد یه نکته دیگر این که من واقعا برام سواله، حالا این که قبلا فقط از کانال آژانس پرونده ما به شورای امنیت ارجاع میشد، ولی چرا ما پذیرفتیم که علاوه بر آژانس هر یک از اعضای 5 به اضافه 1 هم علیه ما بتوانند اینها شکایت کنند؟ یا این اختیار را به کمیسیون مشترک دادیم، به کارگروه خرید دادیم، به فرایندهای پیشبینی شده در خود قطعنامه دادیم. الان از 5 طریق پرونده ما میتوانه به شورای امنیت ارجاع بشه، در حالی که فقط قبلا یک مورد بود. اشاره فرمودید در رابطه با توانمندی ها. ببینیم ما واقعا نگران هستیم. یک تحقیقی 20 نفر از اساتید یکی از دانشگاه های بسیار معظم کشور در رابطه با مسئله کارگروه خرید و اون کالاهایی با کاربرد دوگانه انجام داده بودن که واقعا جلو پیشرفت کشور را میگیره. حدود تقریبا 80-90 صفحه اقلام کالاهاست. ما میخوام یک پمپ بخریم مثلا برای صنایع نظامی، یه پمپ های وکیوم با خلای بالا. خب اینها میگن که اون کشور صادر کننده باید مشخص باشه، آدرس و ایمیل و همش باید داده بشه. اون جایی که مصرف کننده نهایی هست اونم باید کاملا مشخص باشه. بعد میگن که خود اون کشور میتونه باید بیاد بررسی کنه آیا این اونجا به کار گرفته شد یا نشد. اگر نمیتونه اختیار رو در موارد ضروری به آژانس بده که آژانس بیاد این کارو انجام بده. شما در نظر بگیرید صدها قلم کالا در رابطه با حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی، تحقیقاتی در کشور وجود داره. اگر قرار باشه همه اینا بیاد به کارگروه خرید بره با مجوز شورای امنیت، لیست‌های اینفسیر که به روز شده توسط شورای امنیت، خب واقعاً ما می‌توانیم در رابطه پیشرفت علمی مون بتوانه به جلو حرکت بکنه؟ واقعاً من حقیقتاً خدا می‌دونه شدیداً نگران هستم از این که همین یک مسئله میتواند جلو پیشرفت ما را این مسئله بگیره. بعد نکته دیگری که اینجا اشاره شده، هر کدوم از اعضای 5 به اضافه 1 در رابطه با هر قلم از کالاها میتونن بیان به عدم پایبندی رو مطرح کنن و چون با تعمد هست میتوانن اینا پرونده ما رو در نهایت ارجاع بدن به شورای امنیت. این یک مسئله است که واقعا نگرانی خیلی جدید در رابطه با اون وجود داره. نکته دیگر این که بله من سوال آقای دکتر جواب میدن دیگه. نکته دیگر این که این است که چندین بار اشاره شده، فرمودین که ما در این برجام پایه‌های حقوقی صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای را تحکیم کردیم، ولی شما ببینین در همین بند ب از مقدمه میگه که اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. یعنی اجرای کامل این منجر به این میشه که فعالیت ما صلح‌آمیزه. بعد در بند دال بارها مطرح شده از رسانه‌های مختلف، جناب عالی هم فرمودین که برای اولین بار حقوق ما را شورای امنیت به رسمیت شناخته. من میخوام بگم اینجور نیست. ببینین بند دال با صراحت میگه، میگه که اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت
تا به طور کامل حق خود برای انرژی هسته‌ای رو بر اساس NPT به دست بیاره. اولا این حق را NPT به همه کشورها داده، به ما هم داده. بعد ما آمدیم برعکس این حق را موکول کردیم به اجرای موفقیت آمیز برجام که تا 25 سال طول میکشه. بعد از اجرای موفقیت آمیز برجام که معلوم نیست چقدر طول میکشه، اون موقع مثل هر کشور دیگه با ما برخورد خواهد شد. اتفاقا در اینجا ما را محدود کردن و کشورهای دیگه هستن میگن که این در شورای امنیت این تصویب شده، این حق رو ما دادن، که من عرض کردم اینجا واقعا حقی نیست، محدودیت داره ما ایجاد شده. شما ببینید برزیل رو در نظر بگیرید، آرژانتین در نظر بگیرید، ژاپن در نظر بگیرید، مگه اونا به شورای امنیت اومده؟ اونا متخلف به این تدبیر شناخته میشن؟ یا در رابطه با مسئله استثناء که خیلی روش صحبت شده، ببینید استثناء فرمودین که خب گفتن که در رابطه با مسئله آب سنگین عراق، اولا آب سنگین عراق این مسئله این نیست که ما فکر کنیم یک امتیاز خیلی بالایی هست. 85% فعالیت رو انجام شده بود. امتیاز آب سنگین عراق این است که ما می توانیم از اورانیوم طبیعی به عنوان سوخت استفاده کنیم. اگر قرار باشه ما از اورانیوم غنی شده استفاده کنیم، چرا آب سنگین؟ آب سبک استفاده میکنیم که هیچ هزینه ام را ما نداره. این امتیازی نیست. من رشته خودم هسته‌ای، خب من فوق لیسانس علوم فنون هسته‌ای هستم، عرض کردم که بخشی از تز دکترای خودم را در واحدهای هسته‌ای گذروندم، دو مقاله اورانیوم ISI هم دارم. فلذا مطالبی که عرض میکنم بر اساس تخصصی و کارشناسی است که مطرح میکنم. این است که ببینید در بند کاف عنوان شده کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای ایرانه. چقدر محدودیت در اینجا وجود داره؟ واقعاً پروتکل الحاقی مطرح نیست. ای کاش فقط میگفتن ایران پروتکل الحاقی را اجرا بکنه. موارد ده ها مورد فراتر از پروتکل الحاقی در اینجا وجود داره. ما چرا باید 20 سال بیم اجازه بدیم که تمام قطعات سانتریفیوژ ما همه اونها کد گذاری بشن، شماره گذاری بشن، با نظارت اونها صورت بگیره و بر اساس پروتکل الحاقی از مرحله که یکی زرد به بعد مورد بررسی قرار گیره، در حالی که معادن ما حسابرسی معادن در هیچ جای پروتکل الحاقی وجود نداره. ما محدودیت‌های بسیار زیادی را پذیرفتیم. نکته دیگر این است که ما پذیرفتیم که اول تحریم‌ها ما تمام تعهداتون را انجام بدیم و بعد اونها تعهداتشون رو بیان در طی چندین مرحله ظرف مدت 10 سال انجام بدن. من سوال اینه دارم آقای عراقی، میگم که این مسئله که واقعا بارها مطرح شده بود، از رسانه ها گفته بودن اول اونها باید تعهد خودشون انجام بدن، چون نشون دادن که بدعهدن، عهدشکن هستن، قابل اطمینان نیستن و در ژنو هم نشون دادن. فلذا بر همین اساس ما قرارمون بری بود که اونها اول تعهد رو انجام بدن بعد ما انجام بدیم. الان کار برعکس شده و متاسفانه این مسئله در قطعنامه شورای امنیت در بند 5 و 7 مون اشاره شده. یعنی حتی این مسئله در اونجا محکم کاری هم شده. یه نکته دیگه این که عزیزان دقت کنین، ما مجبور فرمایش ما قطع کنیم. بعضی از نواست که نواری که درستان کتونه باشه در بحث فنی، بعضیش در بحث تحقیم هست. نه جنبه های حقوقی داره این آمود از دیره حقوقی اینا قابل بررسی هستن. حالا من حقوقش عرض میکنم، بازم حقوقی یک موردی حقوقی عرض میکنم، یک مورد دیگه حقوقی عرض میکنم. حقوقی ببینین، طرف ما 5 به اضافه 1 هست. ما یعنی اونها میتوانند اونها شاکی هستند در مقابل ما. حالا ما سوال من اینه که اگر موردی پیش بیاد اونها از ما شکایت کنن. شما عدم پایبندی نشون دادی، پرونده میره شورای امنیت، همون آقایان در اونجا حضور دارن با حق وتو. آخه چطور ممکنه یک قاضی خودش حق وتو داشته باشه علیه اون کسی که پروندهش به اونجا رفته شده؟ من باید در اینجا حق وتو استثنا میشد، بگیم شد چون شما اینجا مدعی هستید اینجا دیگه حق وتو نباید وجود داشته باشه و در هر شرایطی پرونده ای ما به شورای امنیت ارجاع بشه، حتی اون ماده 11 و 12 اونجا به صراحت هست، بالاخره ما محکوم هستیم و موارد فراوان بسیار سخت و محدود کننده در رابطه با ما وجود داره، اما در رابطه با اونها هیچ مورد محدود کننده ای وجود
نداره. واقعا جای نگرانی داره. ما از این بابت نگران هستیم و الا ما از زحمات تیم مذاکره کننده که هرچی در توانشون بوده تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم، ولی خدا میدونه واقعا نگران هستیم از این بابت. والا مرضیگری نیست. خیلی متشکرم جناب کارخانه‌ای. بنده هم از جناب عالی تشکر میکنم. به هر حال از منتقدین دلسوز بودید همیشه و نکاتی هم که فرمودین مفید بوده. من چند تا توضیح عرض میکنم از بابت روشنگری نسبت به این مسائل. یکی این که ارجاع پرونده سابق از کانال آژانس بود، البته از کانال شورای حکام دیگه، یعنی شورای حکام شورای امنیت ارجاع میده به شورای امنیت. الان خب ما یک توافقی کردیم بین این توافق است بین ایران و شش کشور دیگه. خب هر دو طرف نگران نقض تعهدات طرف مقابله، یعنی هم ما نگران هستیم که اونها تعهدات خودشون رو نقض بکنن، هم اونها نگران هستن که در طول مسیر ایران تعهدات خودش رو نقض بکنه. هم نگرانی ما جدیه، هم نگرانی اونها جدیه. اونها میگن که خب شما الان تحریمی تحت فشارید، میای تحریم های اقتصادی برداشته میشه، مثلا دو سه سالی فرض بکنید که اوضاعتون یه خود رونق میگیره، دوباره مثلا میره سراغ یه برنامه دیگه یا تعهدات رو نقض میکنه، یا مثلا امکاناتی که میخواد از طریق همین کانال خرید و نمیدونم اینها دوباره فرض کنید که پیدا میکنید و میارید و از این حرف. یعنی اونها نگران، ما هم نگران هست. طبیعی هستش که برگشت پذیری رو هر دو طرف سعی کردن بر خودشون نگه دارن. یعنی اون سعی کرده که در طول مسیر هر کجا ایران نقض کرد بتونه برگرده به تحریم‌های خودش، ما هم هر کجا اون نقض کرد بتونیم برگردیم به برنامه هسته‌ای خودش. عرض کردم در 12 سال گذشته دستاورد ما تأسیسات هسته‌ای و تجهیزات و سانتریفیوژها و اینها تکنولوژیمون بوده، دستاورد اون هم تحریم‌هاشون بوده. هر دو طرف سعی کردن دستاوردهای خودشون رو حفظ بکنن به خاطر عدم اعتماد، ولذا هر چی به اصطلاح جلوتر بریم کسی مثلا چه میدونم نقض طرف مقابل اتفاق بیفته و این نتونه جبران کنه. خب برای بازگشت موضوع به شورای امنیت، چون اون یکی از بزرگترین دستاورداش این بوده که تونسته ما رو ببره شورای امنیت و 6 تا قطعنامه بگیره، خب این اختیار رو برای خودش حفظ کرده که اگر ایران نقض کرد اونم بتونه قطعنامه خودش رو برگردونه. بنابراین هر یک از کشورهای به اصطلاح 5 به اضافه که احساس بکنن که یا اعتقاد داشته باشن که ایران تعهدات خودش رو نقض کرده میتونن این پروسه رو شروع بکنن، ببرن شورای امنیت دوباره تحریم‌ها رو برگردونن. این خاصیت توافق دو طرفه‌ای هست که بین ما و اونها انجام شده دیگه، هر دو طرف حالت بازگشت پذیری دارن. بنابراین غیر از شورای حکام، آره در این کیس برجام چون بین دو طرف مذاکره شده، اگه اون احساس بکنه که ما تعهداتو نقض کردیم میتونه برگرده و تحریم‌های شورای امنیت رو دوباره برگرده. اما راجع به کانال خرید یه خورده فکر می‌کنم نگرانی شما یه خورده بیشتر از اندازه‌ای هست که باید باشه. اولا فرمودید صدها قلم کالا. میشه از شما سوال بکنم این صدها قلم کالا چه کالاهایی هستن؟ چه اقلامی هستن؟ این اقلام دو منظوره که تو لیستن. اقلامی هستن که برای سلاح هسته‌ای میتونن کاربرد داشته باشن. اینطور نیست که تمام صنایع ما الان لنگ این اقلام. چرا؟ یه سری تو صنعت نفت، یه سری پتروشیمی، بعضی جاهای دیگه، بعضی جاها حتی تو زمینه‌های پزشکی هست، خردریزای چیزایی هست. ولی اینطور نیست که همه صنایع در دنیا لنگ این مثلا چه می‌دونم 80 صفحه اقلامی هستن که این چون قبلش هم فرمودید دو تا لیست فرق پارت 1ش بحث هسته‌ای، پارت 2ش اقلامی. دو منظور نه یه درسته کاملا دو جور. نه 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 نه، لیست اولش اقلامی هست که فقط کاربرد هسته‌ای نظامی داره. لیست دوم اقلامی هست که چرا؟ لیست دوم دوگانه. نه. درسته. درسته معلومه. خیلی. الان ما رو ماهیتش داریم صحبت میکنیم. معلومه. فرمودشون درسته. خیلی. لیست اول اقلامی که در صنعت هسته‌ایه که خود به خود استفاده غیر نظامی هم میتونه داشته باشه دیگه. یعنی وقتی که اقلام سانتریفیوژ ها هست بالاخره اگر کسی بخواد دو تا لیسته، یکیش اقلام هسته‌ایه، یکیش اقلام دو منظور. حالا ما ببینید برنامه نگرانی ما این هستش که صنایع کشور متاثر بشه از این لیست ها. من میخوام عرض بکنم که یک، حق بدیم این لیست ها کاربرد هسته‌ای دارن، این اقلام، بنابراین نگرانی نسبت بهشون وجود داره که ایران اگر اینها رو تهیه بکنه ممکنه که چه استفاده
غیرقانونی از نظر اونها داشته باشه. دوم اینکه این لیست ها اینطور نیست که همه صنایع کشور رو به اصطلاح متاثر بکنه. بله بعضی از صنایع، بعضی از علائمش وجود داره. حالا سوال بعدی من این هستش که شما که نگران هستید صنعت کشور مثلا متوقف بشه، نگرانی به جایی هم هست، تا الان این اقلام مگه به ما میدادن؟ این اقلام مثلا تا حالا میفروختن، ما میرفتیم همه رو تهیه میکردیم، از الان به بعد ممنوع شده؟ اقلامی بوده که 100% ممنوع بوده، میگرفتیم. چطوری میگرفتیم؟ نه حالا این قابل تحقیقه دیگه. نه قابل تحقیقه، با پول بیشتر. خیلی قابل تحقیقه. نه ببینید، با پول بیشتر یعنی چی؟ یعنی غیرقانونی دیگه. یعنی این که برید شما اقلامی که طبق قطعنامه های شورای امنیت فروش این اقلام به ایران ممنوع است. خب ولی ما که لنگ نموندیم، که ما هر چی خواستیم از هر جا تونستیم تهیه کردیم. به قول شما با پول بیشتر فرض بکن، با زحمت بیشتر. ما که تحریم ها نگذاشتیم ما رو از پا در بیاره، که ما صنایع خودمون رو حفظ. نه معلومه، بذارید صحبتشون تمام شه، معلومه. پس صنعت ما پیشرفت کرده و موکول به این چیز هم نیست. در آینده همین اقلامی که به طور کامل ممنوع بوده از طریق این کانال خرید انجام خواهد شد و اتفاقا خیلی از کار رو تسهیل خواهد کرد، هزینه های کمتری خواهد داشت. ممکنه که ما در عمل به این نتیجه برسیم که این کانال خرید خوب استفاده نمی‌کنه، مکانیزم هایم اونجا خوب کار نمی‌کنه، مکانیزم هایم در داخل اون پیش بینی شده برای اینکه این رو اصلاح بشه کرد. نهایتش این هستش که اینها میشن نقض تعهداتشون رو می‌کنن دیگه، که برمیگردیم ما به برنامه خودمون. یعنی اینطور نیست که این اقلام نقش کلیدی داشته باشه در کل صنایع ما و بعد ما نتونیم تامین بکنیم و بعد همونطور که عرض کردم بخش نظامی ما کاملا مستثنا هست. بخش نظامی ما اصلا نه لزومی داره که به کانال خرید بره، نه بحث اندیوز و نه اینها اصلا درش مطرح نیست. چیزی که ممنوعیت کامل بوده حالا با محدودیت است. این که اجرای کامل برجام منجر به اطمینان میشه، بله آقای کارخانه، قرار نیست که هم روز اول اطمینان کامل برای اونها پیش بیاد و مثلا اگه اینطور بود که پس دیگه احتیاج به این محدودیت ها اینها نبود. ما ببینید، من این عرض رو تکرار بکنم، ما برای اینکه به خواسته های خودمون برسیم، رفع تحریم ها، تثبیت برنامه هسته خودمون و بالاخره تثبیت اراده و اقتدار خودمون، چی در مقابلش دادیم؟ بدبستان بوده دیگه. در مقابلش یک، بعضی از محدودیت ها رو پذیرفتیم، دو، بعضی از نظارت ها رو. بنده رد نمی کنم، محدودیت و نظارت پذیرفتیم، این بهایی بوده که برای رسیدن به خواسته های کلان خودمون دادیم. در محدودیت ها هیچ نیازی از کشور تعطیل نمیشه. شما بگید که در این محدودیت های کلان پذیرفتیم، نیازی از کشور هست که الان لنگ میمونه در طول دوره محدودیت. دو، همه محدودیت ها زماندار هست، هیچ محدودیتی رو برای ابد نپذیرفتیم الا اونایی که در پروتکل الحاقیه. در پروتکل الحاقی خب تا وقتی که ملحق به پروتکل الحاقی هستیم، خب محدودیت های داخل اون یا نظارت های داخل اون هم بر ما وجود داره. همه محدودیت ها زمان داره، هیچ محدودیتی بالای 15 سال هم نداریم. اون 20 سال و 25 سال که شما فرمودید نظارته، بالای 15 سال هیچ محدودیتی نداریم. در یکی دو مورد گفتیم که قصد نداریم، مثلا اینکه گفتیم همسو با تکنولوژی های برتر بین الملل ایران قصد ساخت راکتورهای آب سنگین دیگه من بعد از 15 سال نخواهد داشت. قصد تعهد نیست، اینتن. قصد ممکنه هر موقع عوض شه. یا گفتیم اصلا راجب آب سنگین میگه ایران طرحی برای آب سنگین نداره، ممکنه پس فردا پیدا کنیم. بعد یعنی تعهدی ندادیم، هیچ تعهدی بالای 15 سال داده نشده و این بهایی بوده که ما برای رسیدن به خواسته هامون دادیم. اینطور نگید که خب چرا محدودیت. بله محدودیت ها هست، شما برای رسیدن به خواسته هات بالاخره باید یک هزینه ای رو بدید. و بعد من این رو میخوام عرض بکنم، چون دوستانی که خیلی نگران محدودیت ها هستن، من دیدم ردیف کردن 100 مورد محدودیت با چه آب و تابی و یکی یکی نمیدونم، محدودیت این ورش، محدودیت اون ورش، محدودیت تولیدش، محدودیت ساختش، محدودیت بهره برداریش. اجازه من عرضم تموم بشه. من برای محدودیت ها، ببینید، نگران برخی از محدودیت ها هستید برای این که مثلا بعضی از اقلام دو منظوره، بعضی از اقلام، یا این که مثلا ما چرا فرض کنید که تا 10 سال 5060 ماشین، خب برای محدودیت ما پذیرفتیم دیگه، ولی چرا نگران بسیاری از محدودیت ها، بسیاری از حقوق دیگه مردم ایران که پایمال شده و داره میشه، چرا نگران اونها نیستیم؟
2.5 میلیون بشکه نفت ما رسیده به 1 میلیون بشکه نفت، 1 میلیون در اثر تر تا مقطع توافق ژنو. روز 1.5 میلیون بشکه نفت، اجازه بدید من عرضم تموم بشه، روز 1.5 میلیون بشکه نفت به قیمت های ارزان شده الان میشه روز 100 میلیون دلار. روز 100 میلیون دلار حق این مردم نیست که داره میره تو جیب کشورهای منطقه به خاطر اینکه سهم ما رو گرفتن. تازه اون 2.5 میلیون بشکه، مگه حق ما 2.5 میلیون بشکه بوده؟ حق ما 5 میلیون بشکه است طبق برنامه توسعه، حتی حق ما بالای 10 میلیون بشکه است. ما به خاطر تحریم های این مدته فروش نفتون پایینه. عربستان 10 میلیون 350 هزار بشکه ظرفیت تولید نفتش است، چرا حق ما 1 میلیون بشکه است؟ به این حقوق کسی نمیخواد رسیدگی بکنه. اونی که میتونه با قیمت نفت از 100 دلار برسونه به 40 دلار، برای چی؟ برای خاطر همین ظرفیتی که داره. خیر نه خیر، انقلاب کردیم درسته. نه همه اینها اجازه بده. نه اجازه بده چرا اینجا که حالا تو بخش اقتصادی مفصل بحث ما انقلاب کردیم برای اینکه نه آقای زاکانی، من خواهش میکنم وقتی من صحبت میکنم عزیز، یا به من وقت ندین صحبت بکنم، یا اگه صحبت بکنم نکنید. شما بنا بودش که هر سوالی رو 5 دقیقه جواب بدید، بعد اگر چون الان میانگین شده 11 دقیقه دارید جواب میدید هر سوال، اجازه بدید. صبر کنید آقای کارخانه. آقای کارخانه من نه اجازه نمیدم. ببخشید آقای کارخانه 8 تا سوال کردن، 8 5 تا 40 دقیقه من میدونم من آخه هر آقای کارخانه 8 تا سوال کردن 40 دقیقه من وقت دارم پاسخ بدم. آقای دکتر زاکانی نه آقای دکتر شما اشتباه میکنید، چرا نه حالا من جواب تموم نشده، هنوز من جوابم تموم نمیگیره. آقای زاکانی خواهش میکنم، آقای خدمت شما عرض کنم که من خواهش میکنم الان به شما میگم، الان مجاب شما میگم، خدمت شما عرض کنم که در واقع من خواهش میکنم از دوستان وسط حرف هم دیگه نپرن وسط حرف. خب باشه آخه دیگه بس دو طرفه که نیستش که جناب آقای کارخانه، بس دو طرفه نیست آقای کارخانه، بس دو طرفه نیست. الان چند نفر دیگه برای سوال موندن؟ هفت نفر دیگه برای سوال موندن. ما 11.5 میخواستیم از تحریم از حقوقی عبور بکنیم، در واقع ما 300 نشون میدیم برای اینکه در واقع ابعاد موضوع با آکاویشه، ولی بسیاری از موارد که راجع به موضوعات دیگه هستش دوستان دارن الان مطرح میکنن. من خواهش میکنم سر جای خودش موضوع، مثلا آقای برخی دوستان موضوعات حقوقی مطرح کنن، موضوعات حقوقی رو مطرح کنید، ولی ما الان باز فرصت داریم، بعدش هم میخوام وارد تحریم بشیم، وارد مسائل اقتصادی بشیم، مسائل فنی بشیم، راجع به تک تک مسائل میخوام وارد بشیم. من خواهش میکنم مسائل رو سر جای خودش بیان کنید. من یه دو تا جمله دیگه باید عرض بکنم تا بحثم تموم بشه. نه ببینید، من این چون که آقای کوسیان نکته مهمی فرموده که ما بسیاری از حقوق خودمون رو صرف نظر کردیم، بالاخره اگه بخوایم احصا بکنیم فراتر از بحث هسته‌ای شاید هزاران حقوق مردم ایران هست که محدود شده، از بین رفته این سالها. برای چی؟ چون انقلاب کردیم به خاطر عزتمون، به خاطر استقلالمون، درسته؟ پس در بررسی برنامه هسته‌ای ببینید آیا عزت ایران حفظ شده، آیا ایران به خواسته‌های کلان خودش رسیده. بعد دیگه این هزینه‌های این زیر رو باید قبول بکنیم که هر چیزی یک هزینه‌ای داره. عزت اگه هزینه داره، رسیدن به خواسته‌های خود، تثبیت برنامه هسته‌ای خودمون و مقابله با اراده شورای امنیت، این هم هزینه داره. هزینه‌هاش همین محدودیت‌هایی است که پذیرفتیم و با این محدودیت‌ها هیچ نیازی از کشور هم تعطیل نشده. آب سنگین رو فرمودن که این امتیاز نیست. من تعجب میکنم. فنیه. چون گفته شده باید جواب بدن. نه کی گفته؟ آقای کارخانه. نه خیر. آقای کارخانی، انواع راکتور آب سنگین داریم. یه سریش هست با آب اورانیوم طبیعی کار میکنه، یه سریش هست با اورانیوم غنی شده کار میکنه. هر دوتاش آب سنگین هست. نه آقای دکتر، منم ما هم اگه خود بحث کنید بحث میکنید، بحث فنی داریم. آقای دکتر، هر دوتاش آب سنگین هست، از دانشمندان هستی که دیگه واقعا دانشمندای خودمون رو قبول داریم که دیگه الحمدلله دیگه نمیشه که نه. یه موقعی که میشه، یه موقعی که میگیم اون موقعی که چیز دانشمندان شهید، یه موقعی که میشه دانشمند فلان، وقتی که اونها اظهار نظر میکنن که این آب سنگینه، میگه نه اینا سرشون نمیشه. این که نمیشه که به اصطلاح خنک کننده آب سنگین هست، خنک کننده آب سنگینه، مودریتور آب سنگینه. آب استفاده کنیم با هزینه کمتر، هیچ فرقی نمیشه. نه عزت اون میرفت زیر سوال. نه خیر، نه نه بود. اونها خیلی پیشنهاد کردن. نه خیر، پیشرفت تکنولوژی آب سنگینی که تکنولوژی آب سنگینی که ما به دست آورده بودیم، خط قرمز ما بود. اینجا که میرسه خط قرمزای رهبری میزنه زیر پا میام سبوکش میکنم. محل بس معلومه. من خواهش میکنم محل بس اینجا نیست، چون در واقع وقتی میگن مزیت نسبی آب سنگین استفاده اورانیوم خامه، ما اومدیم میگن مزیت نسبیش رو در واقع مد نظر قرار ندادیم، اومدیم یه بحث دیگه کردیم. این بعد با آقای صالحی بشین بحث کنیم. من خواهش میکنم چون بحث فنیه و دوستان فنی هم اتفاقا تو جلسه هستن،
یعنی کسایی هستن که تو همین نمایندگان محترم دو سه نفر هستن دوستان فنی هستن تو موضوع هسته‌ای، ما بذاریم برای موقعیش که آقای صالحی میاد. آقای امیرآبادی آقای رسایی که میدونن دولت راستگویان آمریکا میگه آب سنگین، دولت دروغگویان ایران در نه آقای امیرآبادی تعهدات ما فرمودن آقای دکتر آقای تعهدات ما نه اجازه میتونم آخه باید جواب بدم نکاتی که گفتن نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه این نامردیه در حد مردم ایران. نه آب سنگین ها جفا دارید میکنید. نه آقای عراقچی نکنید، ما داریم با آقای آقا محمدی ای کاش با طرف مقابلتون اینطوری حرف میزنید. آقای آقا محمدی کاش بودید میدیدید ما با اونا چطوری صحبت میکنید. من تشکر میکنم از آقای عراقچی، خواهشم میکنم تحمل کنن. من نکنید نکته ای که آقای کارخانه گفت، ما میخوایم حق رو ادا کنیم. آقای کارخانه اینا این جمع بودن، آقای کارخانه میگه که آب سنگین با یه مزیت نسبی آب سنگینه که کشورهایی که در واقع اورانیوم غنی شده ندارن، اورانیوم خام میخوان استفاده کنن، از آب سنگین استفاده میکنن، یه هزینه میکنن برای آب سنگین، اورانیوم خام تو کل راکتور میذارن استفاده میکنن. الان اون هزینه آب سنگین شده، اما در مقابلش داره اورانیوم غنی شده اونجا گذاشته میشه. خب آب سبک میگرفتیم اورانیوم غنی شده مثلا همین راکتور، این راکتور عراق آب سنگین الان هست یا نیست؟ نه نه من اصلا میخوام بگم بحثش اینجا نیست. دعوای بزرگ سیاسی بوده که این راکتور آب سنگین بمونه یا نمونه. بله اونها میخواستن آب سبکش تبدیل بکنن و ما ایستاده کردیم. جناب آقای عراقچی، آب سنگین موجود مزیت نسبیش نمیدونم اینجاش کمه اونجاش کوچیکه، شما یک دستاورد بزرگ سیاسی رو اینکه به خاطر آقای عراقچی اصلا ما واقعا وارد موضوع نمیخوایم بشیم. من میخوام بگم این رو بذارید آقای صالحی باشه، با آقای صالحی بحث کنیم، شما خودتون رو ناراحت نکن. آقای امیرآبادی نوبت جناب آقای امیرآبادی هم بفرمایند. آقای امیرآبادی بفرمایید. آقای امیرآبادی هم اجازه بدید آخرین نفری باشه که تو این بخش صحبت میکنه. آقای امیرآبادی آقای چرا بعد شلوغ میکنه روزا رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. الحمدلله آقای رخشان خندیدن. همیشه میخندن. خب عرض کنم که من دو سه تا سوال داشتم. والا دوستان کمیسیونی هستن که حالا تک تکم برن و بیان مشکل ایجاد نمیکنه. بعد عرض خسته نباشیدن خدمت همکاران عزیز، بعد جناب دکتر عراقچی و آقای تخت‌روان کمیسیون حضور دارن. من دو تا سوال دارم آقای دکتر. یکی این که بحث قطعنامه 2231 فرمود که به دو تا زمینه خودش ارزش و اعتبار داده. یکی بند 6 قطعنامه اومده که پیوسته به است که بیانیه مورخ 14 جولای 2015 اون 6 کشور و اتحادیه اروپا است. عرضم حضور شما یکی اینه، یکی هم خود برجام هست. اما دو صحبتتون ابتدای جلسه فرمود که برجام بعد اجرا بشه چون قطعنامه ارزش اعتبار داره، ولی اون بیانیه اون 6 کشور رو ما کاری بهش نداریم. این فکر میکنم یه تناقضه. والا اینا از نظر حقوقی ما اصلا پاسخ بدیم که میشه دو تا زمینه قطعنامه شورای امنیت یکی رو ما اعتبار قائل بشیم اجرا کنیم، اون دومیه رو اعتباری براش قائل نباشیم. سوال بعدی من در خصوص بحث، حالا این سوال هم آقای کوثری فرمودن هم آقای کارخانه، ولی واقعا من پاسخ نگرفتم. سوال مشخص از نظر حقوقی چه تضمینی برای اجرای تعهدات طرف مقابل ایران در برجام وجود داره؟ اینو هنوز شما دقیق پاسخ ندادید آقای دکتر. میدونی چرا؟ چون تو پاسخ آقای کوثری من دقیق گوش میکنم. فهمید حالا ما قدرتمند هستیم، بودیم و خواهیم بود. قدرت لایزال الهی ما کمکمون خواهد کرد. اینو درست، اگه برجام نبود قدرت لایزال الهی ما رو کمک میکنه و قدرتمندم بودیم و هستیم. اما واقعی مطلب اینه که نکته کسی اینه که در این بحث کمیسیون مشترک و در این دعوایی که به وجود بیاد، اختلاف به وجود بیاد، مرجعی که پیش بینی شده خود اونا هستن و در بروز اختلافات هم ایران باید شکایتش به همونا ببره. اینو بفرمایید آخرش اگر ایران شکایت داشته باشه ببره، نهایت کار چه اتفاقی میفته؟ از نظر حقوقی این کمیسیون الان مشخصه به نفع اوناست نه به نفع ما. شما فهمید بعضی جا اجماع است ولی در بعضی نکات میفهمید اجماع نیازی نیست. این اگر پاسخ بدید ما ممنون میشیم. نکته آخرم بحث این شرکت هایی که ما قرار تو اون به اصطلاح کمیسیون مشترک ارائه کنیم بیان برای ما
قطعه بفروشن یا جنس بفروشن، کالا بفروشن، چه تضمین وجود داره که شرکای ما در کشورهای مختلف شناسایی نشن اگر این برجام یک روزی به هم خورد اینها در لیست تحریم ها قرار نگیرن؟ برای این فکری کردید یا نه؟ ببینید من مجددا عرض بکنم قطعنامه اعتبار داره، زمایی میشم به همون میزان اعتبار داره. قطعنامه های شورای امنیت به خصوص به طور کلی و به خصوص وقتی فصل هفت میشن برای کشورها الزام حقوق بین الملل ایجاد میکنن. خب پس بنابراین قطعنامه موجود و زمایمش از جمله زمیمه ب که مال نامه چیزا هست برای ما الزام حقوقی ایجاد میکنه، ولی برای ما امنیت خودمون از همه چیز مهمتر هست. اگر امنیتمون نقض بشه توسط قطعنامه اجرا نخواهیم کرد، هر چقدر که الزام حقوقی داشته باشه، کما اینکه 6 تا قطعنامه گذشته رو اجرا نکردیم، امنیتمون منافعمون اقتضا میکرد اجرا نکنیم، پاشم وایسادیم شورای امنیت هر کدوم که اجرا نکردیم قطعنامه بعدی رو قطعنامه سنگین‌تر تصویب کرد تا به یه جایی رسید که دید فایده نداره، باید بره سراغ بندای جدی‌تر، اینها دیگه متوقف شد. یعنی به خاطر اقتدار و قدرت مردم ایران قطعنامه متوقف شد، اجرام نکردیم، ممنوعیت‌های موشکی رو وقعی نگذاشتیم، تحریم تسلیحاتی رو اصلا محل نگذاشتیم، هر کاری خواستیم کردیم، شورای امنیت هم توان برخورد با ما رو نداشت. حرف بنده هم این هستش که ما در قطعنامه 2231 با همه ارزشایی که داره اونجایی که خلاف امنیت ملیمون هست اجرا نمی‌کنیم. با افتخارم دارم میگم ما هیچ وقت امنیت ملی خودمون رو با هیچ چیزی مصالحه نمی‌کنیم. شورای امنیت هم هر برخوردی که می‌خواد بکنه یا می‌تونه بکنه بکنه، در گذشته نتونه، تا وقتی هم که قوی هستیم نخواهد تونست این کارو انجام بده. این به نظرم کاملا روشن. زمیمه ب ببینید این قرار بود که داخل خود قطعنامه بشه، باز برای اینکه یه مقدار قطعنامه این جنبه‌های محدودیتاش خفیف‌تر بشه، اینها اومده در قالب زمیمه، سند زمیمه است که اون سند زمیمه هیچ به اصطلاح شامل موارد به اصطلاح مواردی میشه که اونها خواستن، محدودیت‌هایی که می‌خواستن ادامه پیدا کنه میاد اونجا. ما هم گفتیم محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکیش رو به هیچ وجه قبول نداریم. بحث تضمین اجرای طرف مقابل، من به نظرم این حالا بارها گفته شده، به نظرم روشنه آقای امیرآبادی، هیچ تضمینی وجود نداره. من در یک کلام خیال شما راحت کنم. اعضای شما شکایت شورای امنیت رو ما به کجا ببریم؟ به خود شورای امنیت ببریم؟ بالاتر از اون هم که دیگه به خدا باید ببریم دیگه. خب بنابراین در این توافق تضمین اجرای این توافق خودمون هستیم، فقط خودمون. اگر اونها نقض تعهدشون بکنن ما خودمون تصمیم میگیریم. پاراگراف 36 رو نگاه بکنی، پاراگراف 36 که مال سازگار فصل حل و فصل اختلافات هست، میگه چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا همه اعضای گروه 5 به اضافه تعهدات خود را طبق این برجام رعایت نکرده اند، خب همین طور میره جلو، چه بشه بعد کمیسیون مشترک و فلان. آخرش میگه که 36 متن اصلی، آخرش میگه که چنانچه طرف شاکی، چون اونا مگه شاکی باشن میتونن برن، ما هم اگه شاکی باشیم میتونیم بریم، آخرش میگه چنانچه طرف شاکی که میتونه ایران باشه معتقد باشد که موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی است، یعنی طرف مقابل پایبند به تعهدش نبوده، آنگاه آن طرف میتواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده یا به شورای امنیت داره. یعنی ما اینجا طبق بندی 36 اگر معتقد باشیم طرفای ما نقض تعهداتشون رو کردن، میتونیم این رو تلقی بکنیم به عنوان پایبندی اساسی و تعهدات خودمون رو طبق برجام متوقف بکنیم. حالا اونها میتونن بعد از اون برن شورای امنیت، ما دیگه به شورای امنیت نخواهیم رفت، چون در این به شورای امنیت بریم شکایت کی رو بکنیم؟ ولی اونها اگه میخوان قطعنامه های شورای امنیت رو برگردونن، یه پاراگراف 37 داره که باید برن ادامه مسیر، برن به شورای امنیت، شورای امنیت هم قطعنامه رو برگردونه. همین این توی قطعنامه هم اومده، یعنی خیلی جالبه، قطعنامه شورای امنیت داره خودش داره میگه که اگر به اصطلاح این تعهدات این کشور رو نقض بشه، ایران دیگه شورای امنیت رو رعایت نمی‌کنه به تعهد خودش طبقه. همین این که تو 36 اومده تو خود قطعنامه اومده، و اینم اصلا در تاریخ شورای امنیت بی سابقه است که قطعنامه شورای امنیت رسمیت بده به ادعای کشور هدف
که اگه کشور امنیت اگه تعهدات اجرا نکنه منم اجرا نمیکنم. این عبارات ایران آورد. بنابراین ضامن اجرا خودمون هستیم طبق بند 36 طبق قطعنامه شورای امنیت. اگر که طرف مقابل اجرای تعهداتش رو اجرا نکنه ما به برنامه خودمون برمیگردیم. بازگشت به برنامه خودمون هم باز تکرار میکنم الان ممکنه بازگشت به وضع موجود 4-5 سال طول بکشه، ولی بازگشت به وضعیتی که اون ازش میترسه فقط 1 سال طول میکشه. دیگه اونا دیگه خودشون هم گفتن دیگه برکاو تایم ایران 1 سال. اینکه شرکای ما رو شناسایی بکنن، ما این یک بیزینس کاملا طبیعی هست که همه دنیا اصلا از همه چی خبر دارن. این که حالا فرض کنید که یک کمپانی ژاپنی، کره‌ای، نمیدونم کجایی میخواد بیاد برای ایران یه پتروشیمی بسازه، یه قطعه ای توش چیز هست، همه همون کمپانی بالاخره شناخته شده است، هم یه همچین پروژه‌ای شناخته شده است، میره مجوز میگیره و میاره اجرا میکنه. اون مواردی که ما میخوایم طرفای ما شناخته نشن همون موارد نظامی هستش که اونا کانال خودش اقدام میشه. شرکت‌های خودمون اگر که میخوان با دنیا بیزینس نرمال تعریف داشته میشن. باشن که شناخته شدن مشکل نمیشه. اونایی هم که کارهای غیر مخفی میکنن که خیلی متشکرم. آقای تخت روانچی ببینید تو این بحث بازگشت پذیری اشاره کردم پاراگراف 36 و 37 یه اشکال گرفته بودن بعضی از دوستان، فکر کنم آقای کارخانه‌ای هم الان یه اشاره داشتن که اگر ما خودمون شاکی باشیم نهایتا میره به موضوع به شورای امنیت و اونجا بالاخره به نفع ما که رأی نمیدن و نقض غرض میشه. ببینید انتهای پاراگراف 36 وقتی میگه موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت، یعنی این اختیار رو داریم. اگر ما شاکی بودیم تو اون مرحله که شکایت رو کردیم خودمون احساس کردیم که اینها پایبند نیستن، عدم پایبندی رو ما باید احسا کنیم، یعنی ما باید تشخیص بدیم که آقا طرف مقابلمون پایبند اساسی نداره به تعهداتش، دیگه اجبار نداریم بریم شورای امنیت. ببینید گفته و یا به شورای امنیت، یعنی در اون مرحله دیگه از دید ما توافق دیگه از بین رفته است و ما برمیگردیم به کارمون. اینجوری نیستش که نه اونا نمیتون، اونا به هر حال تو هر حالتی میتونن ببرن. نه این اشکال که اگر ایرانم، نه این اشکال آقای رسایی، این اشکال که اگر ایرانم شکایت کنه نهایتا میره شورای امنیت تحریم علیه ایران وضع میشه، این غلطه. نه ببینید اونا که تو نه اونا تو هر شرایطی اگر بخوان شاکی باشن طبق 36 و 37 خب به هر حال روش داره، یعنی مشخص پیش بینی کرده، ولی نه نکتهش اینه که اگر ما شاکی باشیم تحریم علیه ما اعمال نمیشه، چون یه اشکالی که بعضی نتیجه کردن میگفتن اگر شما شکایت کنید نهایتا علیه خودتون تحریم وضع میشه. از معنی که نیست انتهای پاراگراف 36 اینو جداش گرفت. آقا نتیجه اینه که چه اونها نقض بکنن چه ما نقض بکنن برجام تمومه، تمومه، هر کی میره سر کار خودش. تشکر. خب نفر بعدی آقا محمدی. خواهش میکنم آقا امیرآبادی. آقا محمد سه دقیقه رعایت کردن سوالم پرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. من یکی دوتا نکته ارز کنم. دوستان توجه کنن. آقای دکتر زاکانی، من نظرم در تقسیم وقت تو کمیسیون امنیت هم همین بود، یه مقداری وقت متعادل نیست، یعنی بیشتر وقت در اختیار دوستان وزارت خارجه هست. بله از قصد این کارو میکنیم، رعایت وقت هم بشه واقعا. نه از قصد این کارو میکنیم، بعد شما رعایت وقت رو میکنیم حسابی. شما بفرمایید. من نوشتم دومین که دوستان وزارت خارجه واقعا این مقداری اصلا گویا مثلا حالا شاید این تجربه بوده برخورد آمریکا با اینا توی کمیسیون که میان یا بیرون گفت صحبت میکنن اهانت بکنی من جواب میدم. بله مثلا اون دفعه بگی خوابشون برده بود و نه آمریکا. اجازه بده از نامرد گفتن شما که من بیشتر حرف نمیزنم که نمایندگان رو میگی نامرد. ببین آقایون به هر حال اصلا گویا به اصطلاح اینا مالکن، ما رعیت اینهاییم در صحبت کرد. این صحبت آقای ظریفه. اولا هر منتقد اینا رو مخالف میدونه، یعنی شما یک کلمه بخوای نقد بکنی به برجام این مخالفه. میگه مخالفان برجام همشون اشتباه میکنن، همشون مخالفان توافق تحت تاثیر تبلیغات غرب قرار گرفتن در گفتگو با نشریه دیپلمات. من یه نکته بگم آقای محمدی، گفتم دو نکته میگم آقای محمدی جان. من یه نکته بگم
من یه پاراگرافی نکته بگم، چون جناب عالی تشریف نداشتید الان ما بخش بخش کردیم و صحبت ها به صورت تخصصی تو دایره حقوقی برمی‌شه. اگه حقوقی هستش بفرمایید. ببین آیه عراقچی، شما فرمایش میکنید که تحریم ها فوری لغو میشن. این لغو فوری از لحاظ حقوقی یعنی چی؟ از لحاظ ادبی تعریف فوری معلومه. شما این رو بگید، ببین تحریم ها لغو شدن اینها 8 سال بعده، آیا این فاصله 8 سال از لحاظ حقوقی این فوریه؟ یک، این مسئله رو توضیح بدی ممنون میشیم. بعد در کلام مقام معظم رهبری هم فرمود اونها تحریم، اونها لغو میکنن ما لغو، اونها تعلیق میکنن ما تعلیق میکنیم. این رو هم به هر حال توضیح بفرمایید. منشأ رد یا تصویب کلی برجام کجاست؟ البته من میدونم کجاست، میخوام شما توضیح بدی کجاست. بعد درسته که قطعنامه 2231 در کل زیر فصل هفتم منشور ملل نیست، در کل نگفته که این اونجا هست، ولی در دل این قطعنامه برگشت پذیری تحریم ها، یعنی برگشتن 6 تا قطعنامه محکم سر جاش هست، محکم سر جاش هست. یعنی به اصطلاح یک اعتراض بشه اینا فوری بر میگردن. این که تحریم‌ها برداشته شد 6 تا قطعنامه، اگر واقعا برداشته شده خیلی چیز خوبیه، ولی از لحاظ حقوقی برداشته نشده، مشروط شده، این شرط هم بلا فاصله میاد. شما میفرمایید قطعنامه اون جاهایش که نمیخواید برای ما قابل قبول نیست، من قبل این رو هم توضیح دادم. خب شما فرمودید این قطعنامه با مشاورت ما با نظر ما تصویب شده، بعدش هم در برجام اومده اختیار رو داده 5 به علاوه 1 برن قطعنامه رو بنویسن. این از لحاظ حقوق شما پذیرفتید، این رو پذیرفتید، از لحاظ حقوقی که میخوایی به اصطلاح نپذیری مبناش کجاست؟ اگر ما گفتیم نمیپذیریم، آیا اونا هم اون چرا که ما گفتیم میپذیریم میپذیرن؟ من برای اینکه رعایت وقتی کرده باشم سوال زیاده. من ممنونم. آخریش رو فرمودن زور ماست، ما نمیپذیریم چون زور داریم. درسته. نکته آخر، اگه زور داریم چرا پذیرفتید؟ نه نه بذارید، چون همه اینا امروز بحث شده، همه سوالات قبلا شده. فرمودن که فصل هفت بیانشون این بود که 10 مورد 11 مورد فصل 41 زیر ذیل 41 هستش، بخشش به سازمان شورای امنیت برمیگرده و قطعنامه‌های قبل، بخشش هم همون برگشت پذیری هستش، بحث کمیسیون مشترک اینا همینجا ذکر کردن، پاسخ دادن که بله اونها هم ذیل 41 ماده 41 هست. این که مجلس رد کنه یا تصویب کنه همون بحث شد، حالا 3 مرتبه بحث شده، از ابتدا بنا شده مجلس اون کاری که قانون میگه و اون کاری که حقوقدانان میگن و اون کاری که نماینده تشخیص میدن. چرا اومده ممنوع قانون؟ این چیه؟ چرا میدونم من این چیه؟ خب اینا تو اون در واقع معلوم باشه. بله من میدونم، من نیست که ندونم. بله من میدونم، میخوام بگم که فرمایشات جناب عالی رو که بیان کردی 6-7 سال تا از سوبتالا در واقع ما اینجا 2 مرتبه شنیدیم، یعنی پاسخاشو شنیدیم. اگر اجازه بدید ما عبور کنیم بعد از نه بعد که... حداقل تعریف فوری از نظر اینا علاوه حقوقی این رو باید بگم. الان تعریف فوری رو الان وارد نه اجازه بدید بخش تحریم ها رو که خواستید باز کنید، ما خواسته راجع به تحریم ها شما صحبت کنید، سوالات تحریم ها رو میذاریم هفته در واقع هفته آینده که محضرتون انجام میدیم. لذا نه حالا بذارید من همون موقع تو بحث تحریم ها وارد بشیم. نفر بعدی رو بفرمایید شما. حالا شما وقت کم آوردید توضیح میدید شد. حاجای ابو طلب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از جناب آقای عراقچی، آقای تختروشی و همکاران ارجمندم در کمیسیون تشکر و تقدیر دارم از توضیحات مفصل و مباحث طولانی که انجام شد. به نظرم میرسه که این مقدار مباحث برمیگرده به این که یه سری از مقدمات رو ما باید روش به توافق برسیم. یکی اینه که ما با یه واقعیتی به نام نظام سلطه روبرو هستیم، یه واقعیتی، ارادمون هم بر این هست که این نظام را تغییر بده. در این مسیر هم تلاش میکنیم، جبهه مقاومت، فعالیت هایی که در طول
عمر مبارک انقلاب اسلامی انجام شده در همین راستاست. اما این واقعیت هست، شورای امنیت هست و این قدرت ها هم هستن. این واقعیتیه که ما گاهی غفلت میکنیم ازش در بحثا. نکته دوم اینه که ما در فضایی قرار داریم که حداقل رئیس جمهور امریکا، وزیر خارجه امریکا، طرفداران این برجام در امریکا بارها به اقتدار ایران پرداختن، صریحا قدرت ما رو، قدرت علمی ما رو، قدرت ما رو برای عبور مقتدرانه از تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده اذعان میکنن. اذعان میکنن اگر ما از اون قطعنامه‌های ششگانه عدول کردیم به دلیل قدرت جمهوری اسلامی بود. خب این واقعیت ها هم وجود داره. همونطور که حالا اشاره کردن آمریکایی‌ها احیانا راستگو هستن، به این مسائل هم دارن اشاره میکنن. و بنده فکر میکنم حداقل اونچه دشمن در اقتدار جمهوری اسلامی بهش اذعان میکنه این رو نادیده نگیریم. حالا بگذاریم از دوستان ما مثل مقاومت اسلامی و دیگران چگونه میگوین، اما دشمنان ما امروز به اقتدار جمهوری اسلامی اشاره میکنن. یه نکته سوم هم اینه که بالاخره ما با واقعیت شش قطعنامه و قرار گرفتن ذیل فصل هفت روبرو بودیم. این اتفاق افتاده است. حالا ما دنبال مدلی هستیم که از ذیل فصل هفت در شورای امنیت خارج شویم. دوستانی که نقدی دارن، آیا مدلی، روشی برای خروج بهتر از ذیل فصل هفت ارائه دارن؟ دوستانی که در شش سال گذشته عهده‌دار پرونده بودن به یه مدلی رسیدن برای عبور بهتر از ذیل فصل هفت، ما با اون مقایسه بکنیم. این یک بحثیه اینجا. ما هستیم و این که در دوران دولت گذشته ذیل فصل هفت قرار گرفتیم و در طول شش سالم تلاش فعال دیپلماسی کشور نتوانستیم از ذیل فصل هفت خارج شویم. بله. آقای عرض کردم که عرض کردم در نه آقای کوچک زاده به حضرت عالی نبودید، بحثایی که مطرح شد نبودید. آقای کوچک زاده خواهش میکنم بگذارید صحبت کنم. بنده نگاه خودم میگم، جناب آقای رسایی مفصل صحبت کردن، فرمودن یه دونه سوالم نداره. نه بنده نه 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 آقای خداحافظ، وقت منو بدید خدمت. نه حاج آقا بفرمایید. من خواهش میکنم ما یه در اینجا به توپ ببندیم، بعدم یه نفر میخواد دو دقیقه صحبت کنه، اینطور بحث میشه. بذارید صحبتشون کنه. نبودید حضرت عالی. آقای کوچک زاده. آقای کوچک زاده. آقای کوچک زاده. به خودم و دوستان دیگری که خواهش میکنم که فهمید. ولی حضرت عالی در این جلسه یک کلمه هم بحثی نکرد. بفهمید. بودن بحثه. بله عرض کردم. آقای رسایی بذارید حاج آقا صحبت کنم. حاج آقا صحبت کردم و سوالم نداشت. نه بذارید حاج آقا صحبت کنم. بنابراین ما هستیم و ذیل فصل هفت باید ببینیم آیا ضرورت دارد از ذیل فصل هفت خارج شویم یا نه، یا نه از کنارش بگذاریم. اگر بحث قدرت دفاعی ما کافی است، ما بریم رو قدرت دفاعی مون سرمایه گذاری کنیم همونطور که دوستان اشاره کردن، یا نه در حوزه دیپلماسی هم باید فعالیتی بشود. علل قاعده اذعان داریم که یه دستگاه دیپلماسی داریم، اونم باید کار کنه. ما فقط قدرت دفاعیمون روی چشممون زحمت کشیدن، باید هم ادامه بدن، اما اینجا باید کار کنن. آیا به مدلی رسیدن برای خروج از ذیل فصل هفت؟ آقایون به این مدل رسیدن. یه هزینه هایی انجام شده و یه دستاوردی به دست آمده و بنده فکر میکنم عمده بحث ما میاد رو حوزه های فنیمون که چه داده ایم و این دستاورد رو به دست آورده ایم.
آیا اون چه داده ایم اون هزینه در برابر این فایده با هم تطابق داره یا نه؟ این جاش در اونجاست که میشه روش بحث کنیم، الان بنده ندارم. اما فقط این رو عرض میکنم که عراق در سال 1990 میلادی یعنی 70 هجری ذیل فصل 7 قرار گرفت، در سال 2013 میلادی یعنی بعد از 10 سال از سقوط صدام از ذیل فصل 7 اومد بیرون. 22 سال ذیل فصل 7 بوده، تازه رژیم عراق رو ساقط کردن. ما با یه واقعیت اینچنینی روبرو هستیم، نمیشه این واقعیت رو نبینیم. این قدار بدنا ما رو بردن زیر این تهدیدها و فشارها. این دوستانم زحمت کشیدن با یه مدلی، با یه قطعنامه ای که توضیحش رو دادن، ما رو از این ذیل این فصل خارج کردن. یه نکته اینجاست. نکته دومی که میخوام اینجا اشاره بکنم که یه حالت سوالم داره اینه که بنده خودم گمان میکنم، حداقل این تصور رو دارم، که اگر ما توافق ژنو رو نمیداشتیم بهتر میتوانستیم چانه بزنیم برای رسیدن به برجام. احتمال این رو میدم. من میخواستم این رو هم یه توضیحی داده بشه، چون در میدان نبودم بنده. میشد ما همون بگیم ما حد اکثر بیش از 20% غنی‌سازی رو بالا نمیبریم، شما هم تحریما رو افزایش ندید. اگر مناس تحریما افزایش پیدا کنه، غنای 20% ما میره بالا. یه توافقات اینجوری، اما موقعیتمون رو حفظ میکردیم بعد وارد گفتگو میشدیم. شاید احتمال میدم چون در متن گفتگو نبودم این رو نمیدونم، این سوال رو میخواستم پاسخ بدن، دیگه حالا بحث دیگه ای بود که میذارم ازش. آیه عراقچی ما خدمتیم. البته فرمایشات حاج آقا تو بخش اولش یه بخشش مسلمات بود، یه بخشش راجع به تیم قبلیه که ما اونها میان بعد از اونها سوال کنیم. این آخریش رو اگر بفرمایید شما آیه عراقچی که بیان کردن که آیا میتونستیم ما کم هزینه تر یا بده بستون بهتری داشته باشیم یا نه. من تشکر میکنم از حاج آقا عبدترابی بر حال لطفی که داشتن و نکات صحیحی که فرمودن. در خصوص این سوال آخر، من همواره گفتم اگر شما هر موقع در تاریخ برگردید به گذشته بگید مثلا اگه فلان شکل میشد فلان شکل نمیشد، حتما قابل بررسی هست. هر چیزی رو در موقعیت زمانی خودش علل قاعده باید سنجید. اما توافق ژنو، ما بدون توافق ژنو نمیتونستیم به توافق برجام برسیم. توافق ژنو در حقیقت یک آتش‌بس موقت بود برای رسیدن به اصطلاح توافق نهایی. در این آتش‌بس موقت ما چیکار کردیم؟ مثلا توافق ژنو چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که اصلا کل کاری که انجام میده اینه که دو طرف همون جایی که هستن میایستن. یعنی اونها تحریم های جدیدتر اضافه نمی کنن، ما هم برنامه هستیمون همون جا که هستیم می ایستیم، ماشین های جدیدتر اضافه نمی کنیم، عراق رو جلوتر نمی بریم، نمی دونم همون جا که هستیم. به اضافه این که یعنی غیر از این حالا حالت کلی آتش بسی که هر کی جلوتر از اینی که هست نره، برای چی جلوتر نریم؟ برای اینکه زمینه ایجاد بشه که بتونیم صحبت بکنیم دیگه. در حالتی که هر کی داره تحریم های خودش رو جلو میبره یا برنامه خودش جلو میبره، زمینه صحبت خیلی فراهم نمیاد. پس یه آتش بسی برای اینکه صحبت بشه. غیر از آتش بس و غیر از اینکه جلو نریم، هر دو طرف قبول کردیم که یه مقداری هم بیایم عقب برای اینکه یک اعتماد ایجاد بشه، برای اینکه گفتگوها بتونه شکل بگیره. اونی که ما قبول کردیم بیایم عقب، بحث به اصطلاح 20% بود که تولید 20% رو متوقف کردیم و موادش رو هم تبدیل کردیم. علتش هم این بود که ما برای 20% نیازی در اون مقطع دیگه نداشتیم. ما مواد خودمون رو مثلا نیاز راکتور تحقیقاتی تهران رو تأمین کرده بودیم، برای سالهای بعد از اون هم سوخت تولید کرده بودیم و داشتیم، 400 کیلو ماده 20% تولید کرده بودیم. و اون طرف هم در مقابل قبول کرد چیزایی که برمیگرده عقب، قسمت عمدش بحث نفت بود که اون قانون به اصطلاح کاهش نفت ایران رو اجرا نکنه دیگه. لذا عرض کردم اون دفعه خدمتتون، فروش نفت از 2.5 میلیون بشکه از ظرف یک سال رسید به 1 میلیون بشکه به خاطر توافق ژنو متوقف شد، وگرنه این تحریم جدیدی نبود، تحریم در حال اجرا بود. یعنی در حقیقت یک تحریم در حال اجرا رو متوقف کردن، اینطور نبود که تحریم جدیدی باشه که نگذارن. یک تحریم خیلی مهم در حال اجرا رو به نام تحریم نفتی رو متوقف کردن
چند تا کانال بانکی برای خریدهای به اصطلاح مواد غذایی دارویی ما ایجاد کردن. یک سری تحریم‌های تحریم طلا و پتروشیمی و خودرو و اینها رو برداشتن به اضافه بحث‌های قطعات هواپیما و اینها. اینکه اینها در عمل چقدر استفاده شد یا نشد یه بحث دیگه است. از وزارتخانه‌های مربوطه اینها بپرسید که بالاخره مثلا در بحث خودرو چقدر استفاده کردن از این فرصتی که ایجاد شد. وظیفه ما باز کردن راه بود، اینکه در این مسیر چقدر رفتن نرفتن بحث دیگه است. و بعدم اینکه حالا یه مقداری از پول‌های بلوکه شده ما رو هم آزاد بکنن که این هم تا الان همش اتفاق افتاد. برای این توافق ژنو یه همچین وضعیتی داشت. هر دو تا سر جامون وایسیم، یکی دو تا قدم بیایم عقب که یک فضای مطلوبی برای مذاکره ایجاد بشه. این ایجاد شد، شروع کردن به مذاکره. خب دو سال طول کشید تا رسیدیم به توافق برجام. و یک ویژگی بسیار مهم دیگه توافق ژنو این بود که به اصطلاح مشخصات توافق نهایی را در خودش مشخص کردیم. یعنی ما در ژنو گفتیم که اگر چشم انداز مذاکرات معلوم نباشه ما اصلا وارد مذاکره نمیشیم. بنابراین قنیست در توافق ژنو این تعهد شده که هر توافقی آخر سر بهش برسیم قنیسازی درش خواهد بود. و ما تا اینو نگرفتیم مثلا توافق مذاکره شروع نکردیم. یعنی توافق ژنو نه تنها قنیسازی ما ادامه پیدا میکنه، همونجا تعهد میکنه که در اون توافق نهایی که بهش میرسیم یعنی همین برجام قنیسازی خواهد بود، حق ایران به رسمیت خواهد بود. یه سری المنت های مربوط به گام نهایی رو اونجا مشخص کرد. یعنی چشم اندازم روشن شد بعد وارد مذاکره شد. این که آیا میشد حالا یه گوشش کمتر باشه بیشتر باشه، حتما همیشه تاریخ بالاخره قضاوت. آقای منصور بفرمایید. آقای آرام. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تشکر از برادر گرامیم جناب آقای عراقچی و آقای تخت‌روانچی. در ابتدا من لازم میدونم یه بحثی رو که آقای رسایی فرمودن که اگر اونا بازرسی بکنن حمله میکنن، اتفاقا برعکس. اولا بازرسی صرفا از نیروهای مسلح تحت مجوز از تا آغاز و هیچ کسی دیگری همچنین مجوزی را صادر نمی کنه. اگر چنین مجوزی را صادر کردن و بازرسی کردن، برخلاف عقیده شما معتقدم که آمریکایی‌ها برای همیشه از فکر حمله خارج میشن، چون اینقدر قدرت ما الحمدلله زیاده، توانمندی های ما زیاده، تجهیزات ما زیاده و اون چرا که حتی شما میدونید نصف اون چیزی نیست که نیروهای مسلح ما دارن. پس بنابراین این به نظرم میاد که لازمه که بیان بشه و قدرت نیروهای نظامی ما سر جای خودش الحمدلله هستش. من استدام اینه بینه شاه بیت این جلساتی که ما میگیریم جناب رئیس در حقیقت برمیگرده به شناخت کامل از دو تا قطعنامه 1929 و 2231. یعنی اگر ما بتونیم این دو قطعنامه رو به صورت کامل شناخت روش پیدا بکنیم و بدونیم که تیم مذاکره کننده ما رو از قطعنامه 1929 آورده به 2231، این خیلی مهمه. من یک کلمه‌ای رو که صحبتش هم شد در اینجا، اون بحث طراحی. ببینید در 1929 در بند 9ش گفته شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد، در صورتی که این در 2231 اومده که ایران فراخوانده می‌شود به این که هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای برخورداری از قابلیت حمله سلاح‌های هسته‌ای طراحی می‌شوند. ببینید کلمه طراحی، ما یه خاصی مثال روش بزنیم، دوران جنگ که خودمون هممون تقریباً دوستان لمس کردن، در اونجا ما توپ‌هامون، گلولای توپمون گاهن به این شکل طراحی میشد که زمانی که سر گلوله بخوره زمین منفجر بشه، گاهن زمانی بود تو هوا منفجر بشد، گاهن منور بود، گاهن حمله اعلامیه بود، گاهن شیمیایی بود که ما شیمیاییش نداشتیم. هر کدوم از اینا طراحی خاص خودش رو داره، یعنی آلیاژش نوع خاصی هستش، خرجش نوع خاصی هستش، نگهداریش نوع خاصی هستش. بنابراین این کلمه طراحی ما بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری که ستون خیمه نظام ما هستن، مرجع تقلید ما هستن، رهبر ما هستن و فرمانده کل قوای ما هستن، اساساً در استراتژی و دکترینمون سلاح هسته‌ای رو نداشتیم و طراحی هم نکردیم و نمی‌کنیم. بنابراین سایر طراحی‌هایی که شده همش متعارفه. حالا سوال من این هستش از آقای دکتر عراقچی که آیا این امکان رو شما فراهم کردید یا میتونید برای تیم ما فراهم بکنید که ما بتونیم بند بند این دوتا رو، یعنی چگونه فرایند رسیدن از 1929 به 2231 رو بند بند رو برای ما یا تدوین بشه یا تشریح بشه، چون این خیلی میتونه برای ما کمک بکنه. متشکرم.
اون دفعه پیشنهاد کردم که یه جلسه خاصی بگذارید، اصلا 19 21 رو بنبند بریم جلو بعد 22 31 ان شاء الله. من خوب نفر بعدی. سلام علیکم مجددا. خسته نباشید دکتر عراقچی. واقعا فکر تختم چی واقعا میدونم فشار زیاده، ماها همه یه طرف، اون دو برادر یه طرف، حالا مقابله نمیخوام بکنیم ولی بالاخره ما عادت داریم آقای سخت به حال خدا کنه. نه خدا آقای زاهدی میفرمایید. خدا زاهدی میفرمایید. خب آقای زاهدی میفرمایید. من چند تا سوال دارم که آقای زاهدی کاری به بحث فنیش ندارم، بحث در رابطه با فرمایشات آقای دکتر عراقچی بود. به ترتیب میگم این سوالات رو. یکی اشاره فرمودن که ما اون چیزایی که پذیرفتیم یه سری محدودیت‌ها، یه سری نظارت‌ها و در محدودیت‌ها ما بعد 15 سال همه محدودیت‌ها از بین میره. اما الان اگه به صفحه 24 موضوع فعالیت‌های باز فراوری سوخت نگاه کنیم، نوشته ایران به مدت 15 سال و بدون داشتن قصدی برای بعد از آن وارد فلان میشه. بندهای 18 19 20 این هست. یعنی چند جا تکرار شده بعد 15 سال، به مدت 15 سال بعدش هم قصد ایران نداره. این قصدی نداره به این معنا هست که دیگه یعنی ادامه نمیده. یعنی پس این محدودیت اینطوری نیست که بگیم صرفا 15 سال. این یه سوال هست. موضوع سوال بعدی من در مورد همون کارگروه خرید هست. نگاه کنین به مقدمه این کارگروه خرید صفحه 111 موضوع 6. تو همون مقدمش وارد جزئیات زیربندا نمیشم. گفته که جز در مواردی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تأیید می نماید به گونه دیگری مقرر کرده باشد کمیسیون مشترک تشکیل میشه. پس اینجا میبینید یه اشاره کرده که یه جایی دیگه یه بحثایی رو میاد مقرر میکنه. اینجا هم که حضرت عالی فرموده که اصلا بحثای غیر نظامی است کلن این چیزی که ماشه. پس از خود این استنباط میشه که مباحث مربوط به اون تجهیزات و لوازم نظامی باید در یه جای دیگری آمده باشد که حالا احتمالاً شما میخواد بگید در قطعنامه اومده، نمیدونم باید اینجا یعنی تو نیست که بگیم امریکایی‌ها حساسیت نسبت به قطعات غیر نظامی حساسیت داشتن، به صراحت اومده نسبت به نظامی بی تفاوت بودن، چون این مقدمه همین داره میگه جز در مواردی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این برجام را تایید کند به گونه دیگر مقرر کرده باشن. پس این زمینه دوه دیگه. حالا من حالا میخوام همون توضیح بدن که ببینید این محدودیت ها چگونه است و اینا. بحث بعدی که اشاره فرمودن تحلیلی داشتن رو فرمایشات مقام معظم رهبری و در اونجا اشاره داشتن که این برجام کاملا منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری است و از جمله اشاره فرمودن که مثلا یه جایی که آقا اشاره فرمودن راجع به این تحریم ها اشاره به این بوده که خب اون جاهایی که اختیار رئیس جمهور بوده لغو و اون جاهایی که کنگره بوده بره در هم پروسه‌ای که زمان و اقدام گام به گام. من میخوام چند تا از این بندها رو بخونم. صفحه 118 من نه بحث حقوقیش من میخوام، اصلا وارد بحث تحریم نمیشم که تحریم چگونه، من بحث حقوقی میخوام بکنم به استناد این فقط بحثم 4 دقیقه از فرمایش دادید میفهمید. بله مثلا در روز قبول روز نهایی شدن توافق دقیقاً اشاره میکنه که روز قبول توافق که امریکا چیکار خواهد کرد. ایالات متحده وفق اختیارات ریاست جمهوری، یعنی همونی که آقای دکتر اشاره فرمودن اختیار ریاست میاد لغو میکنه، اقدام به صدور دستورهای توقف که از روز اجرا واجد اثر میشد خواهد. یعنی حتی اونجایی که میخوام بگم دست رئیس جمهور اختیار دارد این بحث لغو نیست، بحث توقفه. هست موارد دیگه هست که من فقط یه مورد اشاره کردم که اینم یه مورد هست. مورد آخرم که دیگه تموم شد، ما یه اشکال جدی به آقای احمدی نژاد میگرفتیم، همین امروز هم اینجا مطرح شد. ما این بود که میگفتیم قطعنامه ها کاغذ پاره است، اما ما بالاخره باور کردیم که این جمله جمله زیبنده ای نبود. الان امروز از فرمایشات حضرت عالی من استنباط این کردم، درسته ما واژه این قطعنامه ها کاغذ پاره است رو به زبون نمیاریم، اما در عمل به اونا گفتیم مثلا این بحثایی که تو قطعنامه اومده
راجع به بحث‌های موشکی نظامی، حالا احتمالا چیزای دیگه هم باشه، ما اینا رو اجرا نمی‌کنیم. خب اینم همون مفهومی داره. ما که بحث‌های حقوقی رو کامل معتقدیم باید انجام بشه و شما اون صحبت اون مسئول چیز گفتین که خدا بالا سر اون هست و خدا دیگه نمی‌خوام وقت بگیرم. پس چگونه است ما قطعنامه بعده ما بشه و ما به صراحت بیان بگیم که نمی‌خوایم اجرا نمی‌کنیم؟ خب اینم همون کاغذ پاره در نظر گرفتم ولی به صورت عملیاتی است. یه توضیح راجع به این بدید ممنون میشم. تشکر میکنم آقای دکتر. من به نظرم اون بحث تجهیزات نظامیش رو توضیح دادن قبلا. اگه نکات دیگه یه همه رو توضیح دادن. یه بار دیگه عرض میکنم. همون میگه زمینه دو دیگه. یه جا بریم بخونیم دیگه. ببین اولا راجع محدودیت ها. آقای دکتر زاهدی. راجع محدودیت ها، محدودیت بالای 15 سال ما تعهد نکردیم. اگر یک جا پیدا کردید نشون بدید. اونجایی که گفتیم قصد نداریم. گفتیم قصد نداریم یا طرحشو نداریم. ممکنه این قصد رو بعداً پیدا بکنیم. ممکنه که طرحی ایجاد بشه بعداً. ما اونی که تعهد کردیم که انجام ندیم بالای 15 سال نداریم. 8 ساله و 10 ساله و 15 سال در بعضی موارد. ماده 67 فرضیه که فال در 15 سال شروع شده. چی؟ اینکه ماده 67 به منظور افزایش کارایی نظارت در این برجام برای 15 سال و یا بیش از آن نظارته. برای اقدامات راستی آزمون شروع شده. راستی آزمایی یعنی نظارت. نه نه یعنی نظارت. نظارت 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 که قبول دارم. محدودیت نه. محدودیت بالای محدودیت بالای 15 سال نداریم. نه حالا بذارید اجازه بفرمایید. بالاخره در ادبیات حقوقی وقتی که شما میگی قصد ندارم یا وقتی میگی تعهد میکنم نکنم، قصد ندارم ممکنه چند وقتی که شرایط عوض بشه قصدشو پیدا بکنی، ولی وقتی تعهد میکنی بعد پایبندمون. ما در برجام بالای 15 سال هیچ تعهدی نداریم. نظارت ها چرا یه 20 ساله و یه 25 سال هم داریم که مال نظارته که اونها رو قبلا توضیح دادم. کانال خرید فرمودین که در اون اومده جز در مواردی که قطعنامه‌ای که برجام را تایید می‌کند جور دیگری مقرر کرده باشد. اون قطعنامه کدوم قطعنامه است؟ قطعنامه 2231 که دیگه برید همشو بخونید ببین چجوری مقرر کرده. باید یک چیزی وجود داشته باشد اینا نداره. قطعنامه که سر جاشه. قطعنامه چند تا استثناء داره راجع به بوشهر، نتنز، راجع به بحث فردو و اون ایزوتوپای پایدار که روسا قرار انجام بدن، راجع به عراق که با همکاری چینی ها قراره باشه و راجع به بوشهر که روسا دارن انجام میدن، اینها رو استثناء کرده که اینها در مسیری که در برجام مشخص شده پیش خواهد رفت و کمیسیون مشترک در اونجاها احتمالاً یعنی نقشی نخواهد داشت. مواردی که شورای امنیت استثناء کرده قطعنامه هست که بخونید ببینید چی. اصلا بحث نظامی اینها نیست. همین 3-4 موردی هستش که میگه که میتونه انجام بشه. استثناءات رو ملاحظه بفرمایید. بحث لغو و توقف رو، این رو که من عرض کرده بودم، فرمایشی هم که آقا اخیرا داشتن تایید همین هست که دولت آمریکا میگه من قطعنامه تحریم های کنگره رو نمیتونم لغو بکنم. خیلی خوب دیگه میگه دولت، میگه رئیس جمهور وفق اختیارات خودش تحریم های کنگره رو متوقف میکنه. رئیس جمهور آمریکا اختیار داره در آمریکا که قوانین کنگره رو اگر خلاف منافع ملی کشور میدونه اجراش رو متوقف بکنه، به اصطلاح ویو میکنه به اصطلاح انگلیسیش. بنابراین اینجا میگه تحریم هایی که کنگره وضع کرده رو رئیس جمهور آمریکا وفق اختیارات خودش متوقف میکنه و متعهدم هست که این کار رو همینطور ادامه بده تا وقتی که برجامه به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا بعد این کار رو انجام بده. و این رو هم اینکه بعضی از دوستان خوب چیز داشتن، حضرت آقا هم اشاره کردن تو صحبتاشون که نه مقصودشون آقای دکتر اینه که میگن که مقصودشون اینه که میگن که اونی که دولت آمریکا خودش اختیار داره، اونی که دولت اروپایی خودش اختیار داره. من اتفاقاً آقای نبویانم چون ساکن نشونه ایشون دادم. ببینید دو تا تحریم ها. ببینید آمریکا دو جور تحریم داره. یه سری تحریماتی که کنگره وضع کرده، یه سری تحریمایی که خود رئیس جمهور اکزیکیتیو اوردر داره، دستورات اجرایی. دستورات اجرایی رئیس جمهور که اختیار لغوش با رئیس جمهوره، همون روز توافق لغو خواهد شد. پاراگراف 17 زمینه شماره 5 صفحه 13 بند قاف
صفحه 13 بند قاف میگه لغو دستورات اجرایی، زمانش هم در ضمیمه شماره 5 پاراگراف 11 ببخشید، پاراگراف 11 میگه لغو فرامین اجرایی. صفحه 13 بند قاف قبل از 22 لغو میشه، دستورات اجرایی لغو میشه. نه نه آقای دکتر بذار ما تو تحریم میریم، بذارید حالا عبور کنیم تو تحریم مفصل بحث داریم. خب تموم شد آقای دکتر؟ تموم شد. هر حال دستورات اجرایی رئیس جمهور همون ابتدا لغو میشه، تحریم های کنگره متوقف میشه. بحث کاغذ پاره رو هم بله حالا نمیدونم بحث چیه، ولی ببینید من این رو گفتم، رئیس قطعنامه شورای امنیت کاغذ پاره نیست، تبعات بسیار سنگین حقوقی سیاسی امنیتی همه جوره داره، ولی برای ما امنیت ملیمون مهمتره. اون بردن ما رو زیر فصل 7، شرایط بسیار سنگینی برای ما بار کردن، از بسیاری از اینها خارج شدیم، بحث موشکی و تسلیحاتیش با یک مختصرش مونده، اونا هم بهش پایبند نیستیم. چرا؟ چون امنیت ملیمون از همه چیز مهمتر و واجبتر. آقای تاجگردون نه نه دو نفر دیگه باف رفتی نداشت مونسانه، من الان نگاه کردم. خب باشه، زمینه شماره 5 یکی در نهایت این اتفاق باید بیفته. خب اینو بعدش بیار منعکس کن مارس. زمینه شماره 5 پاراگراف 11 میگه لغو میشه. آقای تاجگردون بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانم خسته نباشید. جای دکتر زاکانی البته بحث جلسه امروز بیشتر مباحث حقوقی بود. من نظر یک موضوعی رو که ازش قفلت کردیم که شرایط حاکم بر یک سری تصمیمات و حقوقی رو، حقیقتش بد نیست برای هم بیان نقطه نظرت هم در مورد الان شرایط حقوقی. اتفاقا رفتم یاد داشته مثلا در 15 سال گذشته رو که حالا مثلا درست سالش 83 11 سال پیش در مثلا همین چنین روزی جلسه بود، آقای روحانی رئیس جلسه شورای امنیت بود. بعد یه نکاتی مثلا 2683 من میخوام یک دوستان نکته بگم بعد یه سوال کنم، شاید وقتتون رو بگیرم ولی اشکال نداره. آقای روحانی اون روز میگه که میگه در 13 سپتامبر یک قطعنامه شدید و لن خواهیم داشت. دو مورد نقص کردیم، یک مورد اصفهان که باید خویشتنداری میکردیم و نکردیم، توی توافق زدیم کنار، اصفهان رو ظرف هفته آینده راه اندازی میکنیم. بنابراین سنار دنیا میدونن تا هفته آینده ما راه اندازی میکنیم مقابل قطعنامه میستیم. این نکات که امزیم ما مقابل قطعنامه میستیم. آقای روحانی میگن؟ بله، قطع سازی و مونتاژ رو برخلاف قطعنامه شروع کردیم و میکنیم. حداقل دو نقض داریم، تا هفته آینده گزارشش رو آژانس منتشر میکنیم. اتمام لویزان رو که همین اینجا بود ببینیم چگونه منعکس میکنم. فکر میکنیم گزارش آژانس بد نخواهد بود، داریم با البراده مذاکره میکنیم که بهتر گزارش بدن، ولی قاعدتا قطعنامه بدی خواهد بود، این قطعنامه آثار بدی خواهد داشت، بورس و سرمایه گذاری اینها میشه. حالا بگذاریم، بعد میگه نوامبر چه اتفاقی میفته، بعد چی میشه، 6 ماه بعد جنگ روانی میشه، 6 ماه بعد فلان میشه، و ادامه نهایتش به ما میگه که ما که 4-5 نفر بودیم از 3-4 تا نهاد، میگه که بحث این که چی کار کنیم چی کار نکنیم نیست، این مسیری است که ما باید بریم. شما برید یه برنامه درست کنید که در 3-4 سال آینده ما چگونه میتونیم مقاومت بکنیم که تمامی شاخص‌های اقتصادیمون رو تنظیم کنیم. اتفاقا من اینا رو چون همین گشتم تو یادداشتام همش هست، این میخوام بگم. الان ما نمیتونیم روحانی رو به خاطر فضای حقوقی اون روز محاکمه کنیم، نمیتونیم احمدی نژاد رو محاکمه کنیم، و نمیتونیم الان بحث خیرمون میتونیم، ولی که چرا به اینجا رسیدیم من این بحث رو دارم. ببین آقای دکتر عراقچی، الان بحث دوستان اینه، یک سری شرایط در UN US EU ایران، بحث اینه که شما در این مذاکرات ما خیلی از شرایط اون چارتا رو پذیرفتیم، یعنی شرایط حاکم بر روح دولت آمریکا و کنگره آمریکا رو پذیرفتیم که رئیس جمهور این کارو کنه، کنگره این کارو کنه، یو ان هم همینجوری بره. چرا در برخی از امور شرایط داخلی ما رو نمیپذیرن یا نپذیرفتن؟ الان سوال اینه. حالا بعضی وقتا در تعارف میگیم، بعضی وقتا یه جور دیگه میگیم. یک کلمه شما گفتید
آقای کوسری خیلی سریع جواب داد، پس میگفتی انقلاب نمیکردی. نه آقای کوسری، چرا تعارف میکنی؟ چرا همه حرفا رو نزنی؟ من هم مثل شما علاقه دارم که محکم باید وایسیم تا روز آخرم وای میسیم، به قیمت جونمون همه چیزونم هم باید برم، ولی سری شرایط هم باید بپذیریم. نمیگیم سلطه رو، نه نمیگیم سلطه رو بپذیریم، ما سلطه رو کشیدیم پایین. ولی من بحثم اینه، من میگم که آقا ما گزارش رسمی خود ماست، عدم نفع دوران تحریممون که به حق هم بود دادیم، الان وایستادیم پاشم وایستادیم، 700 میلیارد دلار بود. این 700 میلیارد دلار یه روزی با جلو شکرده که تحملمون یه مقدار تحملش که سخت شده. خب یه قاعده آقا فرمودن، تو این قاعده میرین جلو. تو این جلسه ما حق نداریم که برخی از فرمایشات حضرت آقا رو به نفع خودمون بیایم تفسیر کنیم. جناب آقای رسایی خیلی سریع وسط جملاتشون دو سه تا جمله گفتن، گفتن آقا فرمودن. آقا من دو بار نشستم صحبتاشو گوش دادم. آقا فرمودن در بحث یک جا بودن تحریم فرایندی رو مطرح کردن که ما با اون مخالفتی نداریم. این جملهش میگه من با اون مخالفتی ندارم. مخالفت و بعد در مورد ساختار تحریم به صراحت میگه که دولت آمریکا میگوید ساختار تحریم را حفظ کرده ایم، شما پاسخش رو بدید. اینجا آقای رسایی خیلی سری میگه، من یادداشت میکنم همه چیزا حضرت آقا کجا فرمودن تحریم ها برداشته شد؟ بله و ساختار تحریم برجام. اینو میخوام بگم آقای سال، من معذرت میخوام وقتتونم گرفتم. جناب آقای عراقچی، شما باید خیلی شفاف در مورد مسائل حقوقی قبل از ورود به این مباحث که برخیش علمی بود فنی بود ما تخصصش هم نداریم، شما شرایط حقوقی که منجر به این شرایط میز مذاکره است، اون شرایط رو تشریح کنید. این شرایط تشریح نمیشه، من از فن خودم میام میگم 700 تا، ایشون میاد از موضوع نظامیش میگه، ایشون از علمیش میگه، یکم گیج میشیم، بعدش هم میگیم برداشت سیاسی. یک جمله شما میگید بیخودی، من نماینده حق دارم فوری تعصب همکارم بگم، میگم چرا میگی بیخودی؟ کلمه بیخود کلمه درست نیست. اون یکی میگه فلان اینجوری، من خواهش میکنم این شرایط رو الله دیگه تموم شد بحث، ولی کاش از اول بیم وادی و ورود میکنیم. ببخشید. سلام، من تشکر میکنم، علی ظاهر یک توصیه است، ولی فکر میکنم شما اول از همین نقطه هم شروع کردید. بله آقای کوچکزاده هم بفرمایید. تشکر. نه آقای کوچکزاده هم بفرمایید. بفرمایید. الرحمن الرحیم. آقای رئیس من وقت گرفتم. آقای کوچکزاده خودش تایم هم گرفته. بله. که سر من وقت گرفتم. آقای ابوترابی 7 دقیقه و 52 ثانیه، آقای منصوری 3 دقیقه و 18، آقای زاهدی 5 دقیقه، آقای تاجگردون هم 7 دقیقه و خورده ای صحبت کردن. ما حالا انشالله 3 دقیقه و 18 است. 3 دقیقه ایشون حالا ما از حالا عرضم به حضور شما، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من یه حرفی رو لازمه اینجا عرض کنم خدمت دشمنان آمریکایی که با این حرفا هیچ دلتون رو خوش نکنید، چون دیدم پخش میشه. آقای عراقچی رفیق ماست، آقای زاکانی رفیق ماست، ما رفیق آقای بروجردی هستیم. تو این کشور آخرش اون کسی حرف رو میزنه که به رئیس جمهور شما گفت لاف غریبی نزن. دلتو خوش نمیشه. حالا آقای عراقچی ناراحت شد و گفت یه حرفی نزنید آمریکایی یا سوء استفاده. هیچ غلطی نمیتونم بکنم. ما تو این کشور رئیس جمهور داشتیم که وقتی پاش خلاف منافع امنیت ملی گذاشته ملت پاش قلم کردن بنی صدر. رئیس مجلس داشتیم شیخ فتنه، ملت پاش. اینا دلتون خوش نکنید. اگه هر دوربینی داره میگیره من این خطاب با آمریکا گفتم. لذا ما اینجا با هم رفیقیم داریم حرف میزنیم. دو سوال من اینه آقای عراقچی. ببینید در بند الف و بند نون ذیل مقدمه و مفاد عمومی صراحتاً آمده که مشروعیت و مقبولیت این برجام به قطعنامه است که شورای امنیت صادر خواهد کرد. پس شما چگونه میگویید این قطعنامه 2231 هم مثل اون شیشتای دیگه؟ اصلاً مثل اون شیشتای دیگه نیست، برای اینکه ما که نمیخوایم پرده پوشی کنیم، اون شیشتای دیگه رو در زمانی کسی صادر شد که گفت اینا کاغذ پاره است و هیچ تأییدی روش نگذاشت، اما شما الان اینجا حاصل 2 سال مذاکره خودتون رو یعنی تأیید و قوام او رو بستید به قطعنامه شورای امنیت. لذا چگونه میگید این مثل اوناست؟
من اینجا نوشتم امروزم براتون خوندم، اگر قرار است برجام توسط قطعنامه شورای امنیت تایید شود، متعهدین برجام نمیتوانند قطعنامه را قبول نداشته باشند. نؤمن به بعض و نکفر به بعض نمیشود. پس آن بند قطعنامه که در مورد موشکی است و آقای عراقچی در تلویزیون گفت قبول نداریم، حالا ما میگیم ما قبول نداریم، یه تعارضی داره. البته قبولم نداریم ها، گفتم ما رئیس جمهور بنی صدر هم پاش کج گذاشت ملت کردنش بیرون، ولی ما منافع ملیمون رو در هر شرایطی حفظ میکنیم. نکته دوم، سوال دوم که تمام میشه، آقای عراقچی شما به عنوان سرداران دیپلماسی در بند نون نوشته گروه 5 به علاوه 1، تو تمام بندهای دیگه اینجوری شروع میشه، گروه 5 به علاوه 1 و ایران، تو بند ز، تو بند ه گروه 5 به علاوه 1 و ایران، تو بند ب همه اینا گروه 5 به علاوه 1 و ایران مشترکاً کارهایی رو میکنن، تو بند نون میگید که گروه 5 به علاوه 1 پیشنویس قطعنامه ای تایید کننده این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد داد. اولا ایران، پس بدانید در این قطعنامه، در تنظیم این قطعنامه هیچ مشارکتی داده نشده یا نخواسته داشته باشه، حالا شما تو پاسختون میفرمایید. بعد من سوالم این است که چگونه شما برجامی رو توافق کردید که در اونجا امضا کردید، قطعنامه ای را که قرار است 5 به علاوه 1 بدهند و شما نمیدونید توش چیه، که بعد دیدیم یکیش همین بود که متعرض مسائل موشکی ما شدن، خواستید به اون بیانیه بعدش اصلاحش کنید. اگر بیانیه بعد ارزش داره، میدونی بیانیه بعد 5 به علاوه 1 بعد از قطعنامه چی بود؟ تو بند 3 بیانیه 5 به علاوه 1 بعد از قطعنامه این جمله اومده، به اینا استناد کنید دیگه، گفته از ایران خواسته شده که تا 8 سال بعد از اولین روز اجرای برجام از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیکی، دیگه اینجا هسته‌ای هم نداره، که قابلیت حمل سلاح دارند اجتناب کند، از جمله به کارگیری تکنولوژی مربوط به این موشک‌ها علی‌هذا. من می‌خوام بگم اگه بناس شما بگید ما بعدش بیانیه دادیم و گفتیم این قطعنامه ارزم بودرین رو 2031 رو قبول نمی کنیم این تیکش ها، اولا نمیتونید، چون که مؤید و مقوم این برجام شما اوست، نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض نمیشود. ثانیاً چگونه امضا کردید این رو که 5 به علاوه 1 برن یه قطعنامه بنویسن که شما نمیدونید توش چیه؟ ایناست. از این موارد زیاد اگه دوستان فرصت دادن، دوستان موافق مثل آقای ابوترابی و منصوری و نمیدونم آقای تاجگردون سوالای ساختگی درست نگرن، وقتو بگیرن، من میگم من صفحه به صفحه اینو مطلب نوشتم، ما هم گفت که کجاها کجاها به سر شما کلا گذاشتن، میگم درست آمریکا هم خوش نکنه آخر سر کاری کرد دوباره جنگ و دعوا را بیفته، هیچ طوری نی جنگ و دعوایی است که بین خودمونه، آمریکا هم بهش این دعوا خوش نکنه. خب آقا تو این نکته را بفرمایید. والا خیلی ممنون. والا اگه از این سوالا زیاد داره که خیلی خوبه، که چون این اولیش که خیلی حالا ایراد اولیش که ایراد نه این آخرین در واقع پاسخ ما اینجا اولیش که آبکی بود، قبول حالا آبکی رو جواب ببین، اینا رو مردم ببین، اینا رو مردم دارن میبینن میشنون، شما جواب حالا من آبکی بود، این که شانتاج دیگه، یا آقای رسایی میگه آمریکایی بود، آقای نبرد، ما همش داریم چوب اینو میخوریم که چرا مثل اینا نمیاد با آمریکای خود ملاقات کنه. حالا میشه آمریکایی بدید آی دکتر، دارم جزء وقتت گرفتی دیگه، اینا که گفتم نه بفهم، چون گفتی آمریکای سرتون کلا گشتن، جوابش این بود که سوال شما آبکیه، وگرنه اونا کلا سر ما نمیتونن بزنن. خدمتتون عرض کنم که این که نومنو به بعض و نکفر رو به بعض نمیشه، این که قیاس ملفاره، مگه خدای نکرده آیه قرآنه؟ مگه کتاب مقدسه؟ قط ببین من گوش کردم شما هرچی گفتی دیگه، حالا بذار من حالا سوال کنم. ما در مورد برجام که مذاکره کردیم، قطعنامه رو هم کلمه به کلمه‌اش مذاکره کردیم، اون نامه‌ای که 5 به اضافه یکم نوشتن به شورای امنیت و زمینه ب شده، کلمه به کلمه اونم مذاکره کردیم، همش با توافق ما نوشته شده و همش اومده اونجا. از اولم شرط کردیم، من شما نبودی توضیح دادم، از اولم شرط کردیم که آقا موشکی تسلیحاتی ما زیر باربرو نیستیم، نمیخوای توافق نمیکنیم. بله. نه اجازه بدید. نه بذارید صحبت کنم. صبر کنم، صحبت کنم دیگه. من کامل گوش کردم فرمایشات شما رو.
از اول گفتیم، بعدم توافق کردیم و در توافقم اومده حساب قطعنامه از حساب برجام جداست. کلمه به کلمه که مذاکره میکنیم اینجاست. شما در برجام هیچ اثری از موشکی تسلیحاتی پیدا نمیکنید. پانوشت شماره 1 ذیل پاراگراف 18 متن اصلی تأکید میکنه که مفاد برجام از مفاد قطعنامه کاملا جداست و بنابراین قطعنامه اگر نقض بشه نقض برجام نیست. این یک اصل کاملا توافق شده، پذیرفته شده، مکتوب کاملا روشنه. ما بحث موشکی و قطعنامه 2231 رو اکثر مواردش رو قبول داریم، اونجایی که لغو میکنه قبول داریم. دو تا موردش که با امنیت ملی ما سر و کار داره رو قبول نداریم. البته موشکی رو معتقدیم که اصلا موشکای ما شامل قطعنامه نمیشه، فقط بحث تسلیحاتیشه. گفتیم اجرا نمی‌کنیم، اجرا نخواهیم کرد. حالا تلقی کاغذپاره می‌کنه، هر چی می‌کنه، اینطوری نیست. ما امنیت ملی خودمون رو از همه چیز مهمتر می‌دونیم. از اولم با اینا شرط کردیم، گفتیم بدون بحث تسلیحاتی موشکی ما اصلا زیر بار نمی‌ریم. اگه نمی‌خوای توافق نخواهیم کرد. اونها هم قبول کردن، توی مکانیزمش هم سازوکارش هم جور کردن و ما هم در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه داده به عنوان بیانیه جمهوری اسلامی ایران بعد از قطعنامه ثبت در شورای امنیت شده، هیچ کسی هم باش معارضه نکرده. از نظر حقوقی اینم خیلی مهمه که ما مواضع خودمون رو نسبت به قطعنامه ثبت کردیم در شورای امنیت، هیچ کشوری هم نمیاد معارض بشه. توی اونجا هم صراحتن گفتیم که توانایی‌های دفاعی خودمون به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد، متحدین منطقه خودمون، سیاست‌های منطقه خودمون هم ادامه خواهیم داد. بنابراین تکلیف روشنه. اینجا نومنو به بعض و نکفر بعد اینجا کار میکنه. این اینجا حسابش با اون چیزای آیات نمیدونم اینها که نیست، که کاملا فرق میکنه. توی این برجام این جستجو شده، 7 جا شما میگید هیچ جا موشکی نیومده، کدوم دوربین میگیره؟ 7 جا من جستجو کردم. حالا بعداً دیگه تو بحث دفاعی موشک‌های بالستیک، تسلیحات و موشک‌ها. صفحه 49، 112، 117، 117، 100 اومده. متن شما یکیشو می‌خونم برای شما. نگاه کن. در صفحه ما بخش دفاعی. شما می‌فرمایید بخونم برای شما. بخون، چون می‌دونم که اصلا اشاره‌ای به چیز نداره. بگو. خیلی خوب. از ایران خواسته می‌شود. این متن متن پیوست شماره 3 برجام یا 4. الان چون نمی‌دونم کدوم صفحه. صفحه 117. از ایران خواسته می شود تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر ارائه کند. نه آقا، این عزیز من، این متن است که شما صادر کردید، پیوستش 3 یا 4 برجامه. عزیزم این پیوست 3 برجامه. پیوست 3 برجام مربوط به همکاری های صلح‌آمیز است. خیلی خوب دیگه. در اینجا نوشته، حالا تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. سوالای آبکی ما اینه. از ایران خواسته می شود تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر ارائه کند، هر کدام زودتر حادث شود، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای. بحث من این نبوده که ایشون بگه قابلیت، ایشون میگه هیچ جا تو برجام اسم موشک نیامده. 7 جا اومده، یکیش هم قطعنامه. عزیز من اینا حالا شما پیداش کن انکس این نگاه کنید. من خب بگو، من به قول معروف اکراه دارم از انگلیسی حرف زدن. متاسفانه که دوستان شما گفته دیپلمات کسیه که خوب انگلیسی حرف بزنه. خب بگو زمینه نگو، توجه میفرمایید؟ حالا اینجا انگلیسی نوشته، من چه کنم؟ آقای کوچک زاده، من این زمینه شماره 3 دقیق میگم. نه دیگه برید دقیق بگید چیز دیگه. شما ادامه بدید، شما صحبت کن، من میام. شما ادامه بدید تو دقیق میگم. اون متنی که شما خوندید، حالا شاید اون برای اون متنی که شما خوندین، متن مربوط به پاراگراف فکر میکنم حالا من خوندم چند دیدن و شنیدم، برام ببینن این توی زمینه برجامه یا تو بحث. نه حالا ایراد نداره، پیدا کنید بگید. آقای این است که مردم روشن بشوند. آقای دکتر بلا این کمیسیون مردم بدانید بنا نیست آخرش این کمیسیون رأی بدهد که مثلا تایید میکنیم این برجام رو یا رد میکنیم. نه آقای دکتر، من عذر میخوام چون هی چیز میگم، ما 1:15 بنای تعطیلی داشتیم چون وقت نماز هم هست. اگر شما بفرمایید مختصرا آقای تو بفرمایید شما. جلسه بعد تا حال من تا
توضیح بدم. آقای کوچک‌زاده اگر آدرس اونو پیدا بکنن، اون متنی که شما قرائت کردید متن ضمیمه بیع قطعنامه است، یعنی بخشی از قطعنامه هست که مربوط به ممنوعیت فعالیت موشک میشه، همون هم که عرض کردم. پیوسته بیع اعلامیه، درست قبول دارم، برجام نیست پس. ولی سوالم هنوز سر جاشه. آقای بروجدی لطفاً خنده تمسخرآمیز نکنید. هفت جا در این برجام حرف موشکی آمده، شما میگی هیچ جا نیومده. میگی اومده. حالا یکیش بود. دادم دیگه. آقای کوچک‌زاده. من که گفتم آقای کوچک‌زاده. آقای بس کنید که خب من گفتم یکیشو بگو. آقای کوچک‌زاده اینو قرض. نه حالا من دیگه اونجا انگشت دادم روی شیشومی اومد. اولیش که بزنید. اینو شما قطع کن، اینو شما زحمتش قطع کن. صفحه 49، صفحه 49 81. بله بله برجام. این دیگه بعد چون اون که دیدی صفحه 100 خورده ای درسته، اون میرفت بعد از پیوست های برجام بند به اون پیوست به یه قطعنامه. ولی این صفحه 49 عرضم به حضور شما که پیوست الف یا پیوست یک همین برجامه، درسته یا نه؟ بریم یاد پیوست بهش. بذار صفحه 49 رو بیاریم. 42، 43، 44، 46، 47، 48. این 49 ببینید 81 تسلیحات اینجا ناش. در همینجا میگه تحریم های مرتبط، بالاش نخونم دیگه، بند 1 یا 4391 سایر اشخاص حقیقی حقوقی یا نهادهای مرتبط با فعالیت های حساس اشعه هسته‌ای، تسلیحات و موشک‌های بالستیک. شما افرادی که حتی تو این زمینه نه بخش تحریم، نه خیر، 81 تسلیحات، 91 فهرست اشخاص حقیقی حقوقی یا نهادهای ایرانی تو پرانتز توقیف. بله خوندم، حالا ضبط شد دیگه. حالا آقای عراقچی 4391 یا نه این شماره رو غلط زدن درست زدن. 91 باید اولش دوباره 9134 باشه. این چیزیه که وزارت خارجه تحویل ما داده. این اگه لطف کنید آقای کوچک‌زاده بزنید. بله. باشه اینو بذارید جواب بدن، چون الان از وقت نمازم گذشته. بله بازم هست آینده هم فرصت هست که خدمت دوستان باشید. باز دوباره تو همین صفحه 49 پایین‌تر هم اومده، تو صفحه یاردم 112 هم اومده، نیست که نیامده، گفته شده. حالا شما میگید که ما واگذار نکردیم موشکی را، قبول داریم، باری کلا باید هم از همین کارا میکردی. ببین آقای کوچک‌زاده اینطوری که نمیشه که اینا یکی یکی باید بحث بکنید. بحث بکنید بعدن آقای زاکانی وقت بده یکی یکی بحث. تمام این متون رو همه رو کلمه به کلمه ما مذاکره کردیم. اون چه که مربوط به تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت موشکی میشه فقط در قطعنامه اومده. در برجام اگر اشاره شده باشه توی ایمپلمنتیشن پلن زمان رفع تحریم‌هاست که اونجا می اشاره میکنه که تحریم‌های مثلا مرتبط با بحث تسلیحاتی اونا که تو قطعنامه هست زمان برگشتش 8 سال بعد هست. هیچ تحریمی از تسلیحاتی و موشکی در برجام نیست که نقضش باعث بازگشت تحریم ها بشه، این کاملا مشخص و روشن هست. گروه اون بند نون که فرمودین که گروه 5 به اضافه یک قطعنامه رو تقدیم به اصطلاح ارائه میده به شورای امنیت، خب شما نکنه توقع داشتید همین قطعنامه ای که ما یه گوشش هم قبول نداریم خودمون هم ارائه بدیم به شما، یعنی بانیش بشیم خودمون ارائه بدیم به شورای امنیت. این دقیقاً اونجا اتفاقاً با عنایت این اومده که اینجا دیگه 5 به اضافه یک قطعنامه رو به شورای امنیت ارائه میدن، ایران خودش بانی نیست. چرا؟ چون یکی دو تا بندش رو میخواد قبول نکنه. بنابراین اصلاً صلاح نبود که اینجا ایران هم ملحق بشه به اونها در تقدیم کردن قطعنامه به شورای امنیت. نه 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 اصلا دوستان عزیز نه باشه معلومه چیه، میدونم معلومه چیه، الان وارد بشین معلومه چیه دیگه. بفرمایید تو. بله تموم شد. خب من از تک تک دوستان تشکر میکنم، صلواتی ما بعد بفرمایید.